بفرمایید. با درود و عرض ادب خدمت همه دوستان عزیز و همچنین شاد باش به مناسبت روز جهانی کار و کارگر و فرخنده باد اول ماه می، هرچند که کمی گذشته، ولی خب به هر حال ما وظیفمون میدونیم که این روز رو به تمامی کارگران عزیز شاد باش بگیم. خب دوستان عزیز و همراهان گرامی در این جلسه شرکت دارن و ما رو همراهی میکنن، تشکر میکنیم ازشون. در خدمتتون هستیم با گرد همایی کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر در روز شنبه 7 می 2022 ساعت 16 به وقت اروپای مرکزی و مصادف با شنبه 17 اردیبهشت ماه 1401. در این جلسه با موضوعات و سخنرانی هایی که دوستان انتخاب کردن در خدمتتون هستیم. در ابتدا، در بخش ابتدایی جلسه، با گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق کار و کارگر در فروردین ماه 1401 در خدمتتونیم. در بخش دوم برنامه با بررسی هدف 2 سند 23 یونسکو و مقایسه اون با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. در بخش سوم با موضوع سخنرانی با عنوان پرستاران در ایران. در بخش چهارم اوتیسم و اشتغال در ایران. در بخش پنجم برنامه با موضوع کارگران و بیمه خدمات درمانی اونها و در بخش پایانی برنامه با بحث آزاد با موضوع حق امنیت کار در روز جهانی کار و کارگر در خدمتتون هستیم. دوستان، یادآور میشم که دوستان عزیزی که حضور دارن که شما در پایان هر بخش و در پایان هر سخنرانی که توسط دوستان ایراد میشه میتونید نظرتون رو بگید، انتقادی داشته باشید، حتی پیشنهاد، یا حتی اگر مطلبی به ذهنتون میرسه که میتونید به مطلب دوستان اضافه کنید، خوشحال میشیم که با ما همکاری داشته باشید. خب دوستان عزیز، اگر آماده هستید و موافق باشین به سراغ اولین سخنرانمون، جناب آقای سید سعید نوریزاده که در این ماه تهیه گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق کار و کارگر در فروردین ماه 1401 رو تهیه کردن. دوست عزیز، اگر آماده هستین ممنون میشیم که دست خودتون رو، بله دوستان اگه میشه مایک ایشون رو باز کنید تا استفاده کنید. بفرمایید آقای نوریزاده. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه همکاران عزیز و دوستانی که ما رو در یوتیوب دنبال میکنن. با گزارش و تحلیل نقض حقوق کار و کارگر در فروردین ماه 1401 در خدمت شما عزیزان هستم. مسئولیت یک کولبند در پی سقوط از ارتباط در مناطق منفی نفوذ، یک گزارش به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کولبند نیوز، یک کولبند در ارتباط مرزی شهرستان نسرود دچار حادثه سقوط شد. هویت این فرد میسم شفیع اهل کوهستان از توابع شهرستان کرمانشاه عنوان شده است. بر اساس این گزارش، این کولبند از ناحیه مچ پا دچار شکستگی شده و جهت مداوا به مراکز درمانی منتقل شده است. به غیر از خسارت‌های مادی، قتل حیوانات بارکش و حوادث رویداد از جمله سرمازدگی و بهمن، در این گزارش قتل 23 کولبر و زخمی شدن 81 تن از آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی ثبت شده. این خبر نقض ماده های 1 همه آزاد و برابر به دنیا آمدند، ماده 2 عدم تبعیض، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 22 حق امنیت اجتماعی و ماده 23 حق امنیت کار از اعلامیه جهانی حقوق بشر است. خبر بعدی گزارش و زخمی شدن 22 کولبر در شهرهای مختلف بر اثر وقوع حوادث ناشی از کار در چادرملو، عراق و کرج، دست کم 22 کارگر در محل کار یا حین انتقال به محل کار کشته و زخمی شدند.
بر پایه گزارش منتشر شده بر اثر برخورد یک تریلی با اتوبوس حامل کارگران معدن چادرملو، یک کارگر کشته و 19 تن دیگر هم زخمی شدند. در حادثه دیگر در یک حادثه دیگر یک کارگر نابینایی در عراق به دلیل گیر کردن دستش در دستگاه معدن به شدت مصدوم شد و همچنین یک کارگر ساختمانی 45 ساله هنگام تخلیه بار میگرفت از یک کامیون در شهر فرید کرج بر اثر سقوط میگرد سرش جان خود را از دست داد. این خبر نقض ماده های 22 حق امنیت اجتماعی، ماده 23 حق امنیت کار، ماده 25 حق خوراک، مسکن و مراقبت های طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه و ماده 29 حق مسئولیت نسبت به جامعه از اعلام حقوق بشر می باشد. آرش نوری کولبر مصدوم اهل جوانی به علت شدت جرات وارده جان خود را از دست داد. شامگاه سه‌شنبه 3 فروردین ماه آرش نوری کولبر مصدوم اهل شهرستان جوانرود بر اثر شدت جراحات وارده در بیمارستان طالقانی کرمانشاه جان خود را از دست داد. این کولبر 30 ساله در پی شلیک نظامیان دولتی در مرز نسرود از ناحیه سر به شدت زخمی و جهت مداوای پزشکی به بیمارستان طالقانی کرمانشاه منتقل شده بود. نظامیان دولتی بدون اخطار قبلی کولبر را مورد شلیک مستقیم قرار داده بودند. آرش نوری فرزند بهرام متأهل و دارای فرزند می باشد. در همین رابطه نیز روز دوشنبه 29 فروردین ماه یک کولبر به نام سلیمان ابراهیم زاده 37 ساله اهل روستای بنوخلف از توابع سردشت و اثر شلیک نظامیان دولتی به ناحیه سر در مرز بیتوش این شهرستان جان خود را از دست داد. این خبر نقض ماده های 1 همه آزاد و برابر به دنیا آمدند، ماده 2 عدم تبعیض، ماده 3 حق حیات برای همه، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 22 حق امنیت اجتماعی و ماده 23 حق امنیت کار از اعلامیه جهان حقوق بشر می باشد. کشته شدن دو سوخبر بلوچ بر اثر تیراندازی یگان مرساد در کهلوج. با تیراندازی نیروهای یگان مرساد به سمت خودروی سوخبر دو شهروند بلوچ در آتش سوختند. به گزارش کمپین فعالین بلوچ در سی یکم فروردین ماه 1401 بر اثر تیراندازی نیروهای یگان مرساد در محور کهنوز به ایران شهر حد فاصل روستای 5 دو سوخبر بلوچ کشته شدند. هویت از این سوخبرهای کشته شده امان قنبرزهی اهل روستای چاهویگ عنوان شده است. از هویت سوخبر دیگر تا این لحظه هیچ خبری در دسترس نیست. گفته می شود امان به همراه یک شهروند دیگر با خودروی خود که حامل بنزین بود مورد هدف تیراندازی نیروهای یگان مرساد قرار گرفته و بر اثر این تیراندازی خودروی امان دچار آتش سوزی و واژگونی شده است. نیروهای یگان مرساد پس از آتش گرفتن و واژگون شدن خودرو از محل متواری شدند. این خبر نقض میکنه ماده های 1 همه آزاد و برابر به دنیا آمدن، ماده 2 عدم تبعیض، ماده 3 حق حیات برای همه، ماده 8 رعایت حقوق انسان توسط قانون، ماده 22 حق امنیت اجتماعی، ماده 23 حق امنیت کار و ماده 25 حق خوراک، مسکن، مراقبت‌های طبی و خدمات لازم برای همه. پرداخت نشدن مطالبات کارگران بازنشسته صنایع مخابرات راه دور شیراز بعد از 15 سال. این کارگران خواستار پرداخت مطالبات عقب افتاده بازنشستگی خود شدند. این مطالبات تا کنون توسط کارفرما پرداخت نشده و کارگران هر ماه منتظر وصول آن هستند. صنایع مخابرات راه دور شیراز از 5 سال پیش تعطیل شده و زیر تولید آن متوقف شده است. این شرکت بعد از واگذاری به بخش خصوصی از سال 83 روند رکود را طی کرد.
در حالی که پیش از آن این شرکت در رقابت با غول‌های چینی و کره‌ای مخابرات در ایران بود. در حال حاضر مهمترین دغدغه کارگران تعیین تکلیف مالکیت کارخانه و پرداخت معوقات آنها میباشد. یکی از کارگران بازنشسته صنایع مخابرات رادیو شیراز در این رابطه میگوید در حدود 1300 کارگر بازنشسته این شرکت شدند که بیش از 35 میلیارد تومان طلبکار هستند. این مطلب مربوط به خسارت‌های تأخیر و تعدی است که تاکنون به سبب روشن نشدن راه اندازی کارخانه هنوز تعیین تکلیف نشده. این خبر نقل ماده های 8 رعایت حقوق انسان توسط قانون، ماده 22 حق امنیت اجتماعی، ماده 23 حق امنیت کار، ماده 25 حق خوراک، مسکن و محوطه طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه و ماده 29 حق مسئولیت نسبت به جامعه. مناطق مرزی شوشتی و نیکود 9 کولبر توسط هنگ مرزی زخمی شدند. به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، شامگاه روز یکشنبه 28 فروردین ماه 1401 نیروهای نظامی کولبران را در مرزهای نیکود و شوشنی مورد شلیک مستقیم قرار دادند و در نتیجه 9 کولبر زخمی شدند. بر اساس این گزارش تا زمان تنظیم این خبر هویت 9 تن از کولبران به نامهای ساسان خانی اهل فلاسطابانی، عبدالله حسینی، نامدار حسینی، مبین مرادی، وزیر مصطفایی، عبدالله فاصلی، محمد تاوودی و حبیب و مهدی اهل شهرستان جوانلو عنوان شده است. مشخص از نظامیان مسلح بدون اختیار قبلی کولبران را در مرزهای نفوذ و شوشی مورد تیراندازی قرار دادن. این کولبران از سر اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای از ناحیه دست، گردن، سینه، سر، پشت و پا زخمی و به مراکز درمانی منتقل شدند. این خبر نقض ماده های 1 تن آزاد برابر بدون آمدن، ماده 2 عدم تبعیض، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 22 حق امنیت اجتماعی و ماده 23 حق امنیت کار از اعلام جهانی حقوق بشر می باشد. تداوم بازداشت 3 فعال کارگری در تهران. به گزارش خبرگزاری هرنا، محمد ایران نژاد، نصرالله امیرلو و مرتضی فلبی فعالین کارگری در بازداشتگاه وزارت اطلاعات مشهور به بند 29 زندان اوین در بازداشت و بلا تکلیفی به سر می برند. این شهروندان روز 26 فروردین ماه به همراه امیر قلی، امیر عباسی و سارا عسکری توسط نیروی امنیتی بازداشت و به پلیس امنیت قلعه‌مکان تحویل داده شدند. همچنین ماموران همزمان منازل این شهروندان را مورد تفتیش قرار داده. از میان آنها امیر عباسی ساعتی بعد و امیر قلی صبح روز شنبه 27 فروردین ماه آزاد شدند. سارا عسکری نیز روز شنبه از بند 29 زندان اوین آزاد شد. این خبر نقض ماده های 5 شکنجه ممنوع، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف حبس یا تبعید غیرقانونی، ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه و ماده 28 حق دنیای زیبا آزاد برای همه از اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد. اعتراض کارگران شهرداری زاهدان به پرداخت نشدن 4 ماه دستمزد و عیدی. کارگران شهرداری زاهدان نسبت به پرداخت نشدن 4 ماه دستمزد و عیدی خود اعتراض دارند. این کارگران که تعداد آنها نزدیک به 60 نفر می باشد از آذر ماه تا کنون حقوقی دریافت نکردند. آنها برای تامین مخازن خود مجبور به قرض گرفتن از آشنایان و نزدیکانشان می باشند. شهرداری زاهدان زمان مشخصی را برای پرداخت دستمزدهای عقب افتاده اعلام نکرده. یکی از کارگران شهرداری زاهدان با اشاره به وضعیت بد معیشتی خود و سایر همکارانش میگوید مسئولان مربوطه به ما را درک نمی کنند. از بس حقوقمان تعویض به تعویض افتاده، حتی
مقاله محل هم دیگر به ما قصدیم نمیدهد. از سوی دیگر شرمنده همسر و فرزندان ما هستیم. علی‌رغم اینکه یک سال و نیم از زمان فعالیت کاری ما با شرکت پسمان میگذرد، اما تنها 4 ماه بیمه برای ما رد شد و در پاسخ مشکلات مسئولان اینگونه گفتند که در آن ماه‌ها قراردادی منعقد نبود که مطالبه حق بیمه کنید. این خبر نقض ماده های 6 ارزش انسان در همه جا، ماده 19 حق آزادی بیان، ماده 20 حق آزادی تجمع و تظاهرات، ماده 22 حق امنیت اجتماعی، ماده 25 حق خوراک، مسکن، مواردهای طبی، خدمات اجتماعی برای همه، ماده 29 حق مسئولیت نسبت به جامعه است. احضار یک فعال صنفی معلمان به دادسرای منیوان. به گزارش خبرگزاری هرنا، به نقل از قانون صنفی معلمان ایران، صلاح آزادی با دریافت ابلاغیه به دادسرای عمومی و انقلاب این شهر احضار شد. در این احضاریه از وی خواسته شده که طی مدت 5 روز جهت دفاع از اتهامات، تبلیغ علیه نظام، تشویش از آن عمومی و حوادثی از گروهک‌های نظامی از طریق بارگذاری فیلم و تصاویر به شعبه یک بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مریوان مراجعه کند. بر اساس این گزارش، این فعال صنفی معلمان روز پنجشنبه 18 فروردین ماه به پلیس فتح شهرستان مریوان احضار و ضمن بازجویی گوشی او نیز ضبط شده. این خبر نقض ماده های 5 شکنجه ممنوع، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف حبس یا تبعید غیرقانونی، ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه، ماده 28 حق دنیای زیبا و آزاد برای همه از اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد. این بود خبرهای نقض حقوق کار و کارگر در فروردین ماه 1401. متاسفانه خبرها خیلی زیاد بودن در فروردین ماه، ولی به علت کم بوده وقت ما این تنها رو خدمتتون خوانش کردیم. از اینکه به سخن من گوش کردین ازتون ممنون هستم. من مایکرو رها میکنم. تشکر از شما، بسیار عالی بود. هرچند که واقعا زیاد بودم، ولی شما به طور مختصر و مفید این تحلیل رو انجام دادید. تشکر از شما دوست عزیز. دوستان اگر سوالی دارید یا میخواین مطلبی اضافه کنین یا موضوعی به ذهنتون میرسه، ممنون میشم که مشارکت داشته باشید. اگر نه که به سراغ سخنران بعدی یا بخش دوم برنامه بریم. خب گویا سوالی نیست. خب سخنران دوم ما در بخش دوم، بانو پریا ترابی با موضوع بررسی هدف 2 سند 23 یونسکو و مقایسه اون با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خدمتتون هستیم. بانو اگر آماده هستین، ممنون میشیم که دست خودتون رو بالا ببرین که مایک برای شما آزاد بشه. بله بفرمایید بانو. دوستان عزیز اگه امکان داره مایک بانو ترابی رو لطفاً آزاد کنید. بله آزاد شد. درود بر شما. هدف دوم از اهداف 17 گانه سند 23 یونسکو عبارت است از پایان دادن به گرسنگی، تحقق امنیت غذایی و تغذیه بهتر و توسعه کشاورزی پایدار. و اما مهمترین اقداماتی که دولت‌ها باید برای تحقق این اهداف انجام دهند به این شهر است: 1. پایان دادن به فقر و تضمین دسترسی همه به ویژه فقرا و اقشار آسیب پذیر از جمله نوزادان به غذای سالم، مغذی و کافی در طول سال تا سال 2030، پایان دادن به همه اشکال سوء تغذیه تا سال 2030 و دسترسی به اهداف مورد توافق بین المللی تا سال 2025 در مورد کاهش رشد قدی نسبت به سن و رشد وزنی نسبت به قد
در کودکان زیر 5 سال و پاسخگویی به نیازهای غذایی دختران نوجوانان، زنان باردار و مادران شیرده و افراد سالمند. 3. افزایش 2 برابری درآمد و بهره‌وری تولید کنندگان کوچک مواد غذایی، به ویژه زنان، افراد بومی، کشاورزان خانوادگی، دامداران و ماهیگیران، از جمله از طریق دسترسی امن و آسان به زمین و سایر منابع حاصلخیز و همچنین دسترسی به درآمد، دانش، خدمات مالی، بازارها و فرصتهایی برای ارتقای ارزش افزوده و اشتغال در مکانی غیر از مزرعه تا سال 2030. 4. تضمین استقرار نظام‌های پایدار تولید مواد غذایی و اتخاذ روش‌های انعطاف‌پذیر در کشاورزی تا سال 2030 که باعث افزایش بهره‌وری و تولید می‌شوند و به حفظ بومسازگان کمک می‌کنند. بومسازگان‌ها ضمن تقویت ظرفیت‌های سازگاری با تغییر اقلیم، شرایط حاد آب و هوایی، خشکسالی، سیل و سایر بلایا به تدریج به بهبود کیفیت زمین و خاک کمک می کنند. 5. حفظ تنوع ژنتیکی دانه ها، گیاهان پرورشی، حیوانات پرورشی و اهلی شده و گونه های وحشی مربوطه از جمله از طریق ایجاد بانک های متنوع دانه و ایجاد گیاه در سطوح مختلف ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی که به صورت خردمندانه مدیریت می‌شود و همچنین به اشتراک گذاری ترویج دسترسی به مزایای ناشی از استفاده از منابع ژنتیکی و دانش سنتی وابسته به آن مطابق با توافق‌های بین‌المللی تا سال 2030. 2. افزایش سرمایه‌گذاری از جمله از طریق تقویت همکاری‌های بین‌المللی در حوزه‌های مربوط به زیربنای روستایی، خدمات پژوهشی در کشاورزی و تربیت کشاورز به منظور بکارگیری دانش جدید و فعالیت‌های پژوهشی در کشاورزی، توسعه فناوری و استقرار بانک‌های ژنوم برای گیاه و دام با هدف ارتقای ظرفیت بهره‌وری کشاورزی در کشورهای در حال توسعه، به ویژه در کشورهای دارای پایین‌ترین سطح توسعه یافتگی. 2b تصحیح و پیشگیری از محدودیت‌ها و هر گونه تحریف تجاری در بازارهای کشاورزی جهانی از جمله از طریق حذف موازی و همه انواع و اشکال یارانه‌های کشاورزی در حوزه صادرات و اصلاح همه قوانین حاکم بر صادرات اقلام کشاورزی که تأثیر مشابهی با موارد یارانه‌ها دارند، اصلاحات یاد شده در راستای دستور کار توسعه دوحه، سند نهایی دوحه، مذاکرات سازمان تجارت جهانی در دوحه انجام خواهد شد. 2. قسمت ج. انجام اقدامات لازم برای تضمین عملکرد درست بازارهای اقلام غذایی و مشتقات آنها، تسهیل دسترسی به موقع به اطلاعات بازار از جمله در ارتباط با ذخایر غذایی به منظور محدود کردن نوسان شدید و تزلزل قیمت‌های مواد غذایی. واضح است که غذا از ابتدایی ترین نیازهای انسانی و بلکه تمام موجودات زنده است و گرسنگی بزرگترین خطر دنیا برای سلامتی انسان هاست. طبق آمار منتشر شده توسط سازمان ملل متحد، هر ساله تعداد کسانی که از گرسنگی و نبود ایمنی غذایی جان خود را از دست می‌دهند، از مجموع قربانیان ایدز و مالاریا بیشتر است. ایمنی غذایی یعنی اطمینان از اینکه غذایی که مردم جامعه استفاده می‌کنند، به طور کامل سالم و فاقد هر گونه آلودگی باشد. این آلودگی می‌تواند شامل آلودگی میکروبی، انگلی یا شیمیایی باشد. بررسی‌های علمی نشان می‌دهد که در دهه‌های اخیر با گسترش تکنولوژی و افزایش مصرف افزودنی‌ها، آفتکش‌ها، آنتی‌بیوتیک‌ها و هورمون‌ها در تولید مواد غذایی در کشورها که در حال پیشرفت، اثرات سوء و انکارناپذیری بر سلامت انسان به وجود می‌آید.
این آلودگی ها و بیماری ها شامل بروز انواع ناهنجاری های مادرزادی و ایجاد سونامی انواع سرطان های مختلف و افزایش چشمگیر به بیماری ها در دهه های گذشته است. طبق اصول 43 قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است به تأمین امنیت غذایی برای شهروندان خود بوده و همچنین مطابق با اصل 48 همین قانون باید توزیع برابر و عادلانه غذا و محصولات و امکانات کشاورزی را تضمین کند. حق تغذیه مناسب در ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 11 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده 24 کنوانسیون حقوق کودک مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین بر اساس ماده 28 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 2 و 11 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، توزیع برابر و عادلانه غذا یکی از شروط الزامی تضمین حق بر تغذیه مناسب محسوب می شود. و اما ببینیم در ایران که ما رهبرش را با اجرای این سند مخالفت کرده و آن را دخالت کشورهای غربی در امور داخلی ایران می‌بیند چه می‌گذرد. آمارهایی که الان خدمتتان می‌خوانم چیزهایی است که در سایت‌های رسمی ایران منتشر شده و همه ما می‌دانیم که هیچ وقت این آمارها دقیق و قابل اعتماد نیست و همیشه این ارقام خیلی کمتر از آنچه که در واقعیت هست منتشر می‌شود. بنا به گفته رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان اصفهان، رتبه امنیت غذایی ایران در بین 125 کشور جهان 82 است و یکی از دلایل کسب این رتبه هدر رفت بیش از حد محصولات کشاورزی در ایران است. وی همچنین یادآور شد در زنجیره تولید محصولات کشاورزی در مراحل کاشت تا برداشت، انبار، فراوری و بسته‌بندی از 130 میلیون تن تولید بیش از 25 میلیون تن ضایعات ایجاد می شود که همگی ناشی از روش های نادرست نگهداری و فراوری این محصولات است. مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با اشاره به اینکه 8 استان در ناامنی غذایی قرار دارند گفت استان‌های ناامن غذایی شامل سیستان و بلوچستان، کوهگیرویه و بویراحمد، خوزستان، هرمزگان، ایلام، کرمان، خراسان جنوبی و بوشهر هستند. جمله ای از یکی از گزارش‌های خبرگزاری ایسنا خواندم که واقعا حرف سنگینی بود و مفهوم آن این بود که متاسفانه شرایط زندگی در برخی از مناطق جنوب استان کرمان به حدی ناگوار است که کلمه محرومیت هم از توصیف این شرایط عاجز است. اما ناامنی غذایی فقط شامل استانهای محروم و فقیر کشور نیست. بررسی ها در ایران نشان داده است که 86 درصد زنان باردار، 76 درصد بزرگسالان و 61 درصد از کودکان زیر 6 سال در ایران دچار کمبود ویتامین D هستند. بیش از 20 درصد نوجوانان به کمخونی مبتلا هستند و 27 درصد از زنان باردار یود کافی در دریافت نمی کنند. رژیم غذایی نامناسب، سواد تغذیه پایین جامعه و ضعف دولت در رصد وضعیت سلامت و تغذیه در کشور سبب شده که کمبود ریزمغذی‌ها در سبد غذایی خانوار امنیت تغذیه ایرانیان را در نیمه ای از کشور به مخاطره اندازد. کمبود ویتامین‌های آ، د، کلسیم، کمبود یوگ، کمخونی و فقر آهن از جمله شاخص‌های ناامنی تغذیه هستند. مردم ایران در استفاده از گوشت قرمز سال به سال محتاط‌تر شدند. علت کاهش مصرف اما نه دلایل پزشکی و سلامتی، بلکه گرانی و کاهش قدرت خرید است. گرانی کالاهای اساسی و درآمد ناکافی شرایط را به جمعیت کم درآمد تحمیل کرده که ناچار شدند بخشی از کالاها را از سبد مصرف خود کنار بگذارند. محمد رضاپور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی
مجلس شورای اسلامی در مهر ماه 1400 اعلام کرد که نرخ فقر در ایران 10% افزایش یافته است. بررسی‌های ما می‌گوید که مصرف برخی اقلام غذایی مانند گوشت و مرغ، لبنیات و حتی میوه‌ها به دنبال افزایش قیمت تا حدود 40% کاهش یافته است. وی افزود گرانی منابع اصلی غذایی پروتئینی و ریزمغذی‌ها مردم و اقشار کم درآمد را به سمت مصرف بیشتر نان و برنج و نشاسته‌ای که ارزان‌تر و فاقد ارزش غذایی کافی است سوق داده است تا تنها شکمشان سیر شوند و سیر سلولی برایشان اتفاق نمی‌افتد. در چنین شرایطی چاقی ناشی از فقر رخ می‌دهد که خود نوعی سوء تغذیه محسوب می‌شود. این در حالی است که کاهش تحرک مردم به دنبال کرونا عاملی مضاعف برای افزایش چاقی شده که خود عامل خطر ابتلا به دیابت، بیماری‌های قلبی و عروقی و سرطان است. وضعیت فقر و گرانی در ایران به اندازه‌ای واضح و آشکار است که در شبکه‌های اجتماعی نشان داده شده است که مسئولین دولت نمی‌توانند آن را انکار کنند، اما موقع صحبت کردن درباره علت و راهکار حل این مسئله از سیاست بازی با کلمات استفاده می‌کنند. مدیر کل فراورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و داروی ایران گفته است و در واقع بهتر است بگوییم اعتراف کرده است که مردم ایران دچار فقر مواد غذایی مغذی هستند، اما او به جای برجسته‌سازی بن و ریشه این وضعیت که در شرایط اقتصادی ایران همیشه باید دولت و رأس هرم قدرت را نشان کرد، تغییر فرهنگ غذایی و از جمله جایگزینی فست‌فودها به جای لبنیات را یکی از دلایل این وضعیت برشمرده است و آنجایی که ناچار از اشاره به این واقعیت است با کلمات آمیخته به شک و ابهام تنها میگوید که بخشی از جمعیت ایران ممکن است به دلیل مسائل اقتصادی امکان خرید مواد غذایی مغذی را نداشته باشند، ولی در مورد دلیل عدم امکان خرید هیچ صحبتی نمی کند. در واقع این کار کار همیشگی دولت جمهوری اسلامی ایران هست که وضعیت خط فقر و جمعیت زیر خط فقر را پنهان کند. ریاست جمهوری وقت ایران برای نشان دادن دست و دلبازی های دولت و تلاشش برای رفع این وضعیت دستور داده که در قالب طرح حمایت معیشتی به مناسبت 22 بهمن به دریافت کنندگان یارانه 100 هزار تومان پرداخت شود که معادل قیمت فقط 1 کیلو برنج است. ممنون که مایک رو در اختیارم قرار دادید. سخنرانی من به پایان رسید. تشکر از شما بانو، بسیار عالی بود، مخصوصا این قسمت هایی که واقعا مربوط به فقر در ایران هست خیلی غم انگیز و ناراحت کننده هستش و هر دفعه یا هر روز میتونیم بگیم امرار معاش مردم رو به پایین تر میره و ضعف و فقر در کشورمون بیشتر میشه متاسفانه و هیچ فکری هم براش نمی کنن. حتی آموزش پرورش میتونه این کمبود و این در واقع سوء تغذیه رو از طریق تغذیه که به دانش آموزان میداد قبلا میداد، ولی حالا ده متاسفانه همون یه ضرر هم حس کرده. خب دوستان عزیز اگر سوالی دارید ممنون میشم که دستتون رو بالا ببرید، اگر نه که از سخنران بعدی بانو مهناز ترابی با موضوع پرستاران در ایران دعوت کنیم که سخنرانشون رو ایراد کنن. بانو اگر آماده هستید ممنون میشم که دستتون رو بالا ببرید. تشکر. دوستان عزیز لطف کنید مایک بانو ترابی رو آزاد کنین تا سخنرانیشون رو ایراد کنه. با سلام خدمت دوستان گرامی، مشکلات جامعه پرستاری شرایط اندوهباری را رقم می‌زند که در ماه‌های اخیر باعث افزایش 300% مهاجرت پرستاران شده است. ماهانه 500 پرستار ایران را ترک می‌کنند. از 1 تا 7 اردیبهشت هفته سلامت در ایران برگزار می‌شود و روزی هم به عنوان روز پرستار نامیده می‌شود.
هر ساله جشن‌های حکومتی در گرامی داشت مقام شامخ پرستار برگزار می‌شود. اما مشکلات جامعه پرستاری نه تنها کاهش نمی‌یابند، بلکه بر نارضایتی‌ها هم افزوده می‌شود. نتایج منفی طرح‌های دولتی نشان می‌دهد که اصلی‌ترین دغدغه جامعه پرستاری امنیت شغلی است که منافع مسئولان و سیاست‌گذاران حوزه بهداشت و درمان کشور بستگی دارد. برخلاف سیاست معمول در کشورهای پیشرفته، بسیاری از آنان جزو سهامداران و اعضای هیئت امنای بیمارستانهای خصوصی و اعضای هیئت علمی بیمارستانهای دولتی هستند. آقای شریفی مقدم دبیر کل خانه پرستار در گفتگو با ایلنا گفت تا قبل از تشکیل معاونت پرستاری در وزارت بهداشت و درمان نه پرستار بیکار داشتیم و نه شرکتی. آن زمان بیمارستان‌ها خصوصی نشده بودند. شرکتی شدن پرستاران از اواخر دولت دهم در سال 92 آغاز شد. او امروز از وجود 50,000 پرستار بیکار در جامعه خبر می‌دهد. بخش خصوصی و دولتی سال‌هاست که به دنبال ارزان‌سازی نیروی کار بودند. پرستار 6 ماهه، طرح بهیاری 1 ساله، طرح آموزش پرستار در بیمارستان‌ها و انواع و اقسام ایده‌ها برای ارزان کردن پرستاران به کار گرفته شدند. ایرج مصداقی پژوهشگر میگه که قراردادهای کاری پرستاران شرکتی نمونه‌ای از استثمار پرستاران زیرمجموعه دولت در نظام درمانی کشور است. دولت با اتکا به ماده 11 قانون کار اقدام به استخدام‌های 89 روزه پرستاران می‌کنه که مشمول حقوق سایر مزایا نباشن و بتونن قرارداد رو به دلخواه خودشون فسخ کنن. 30% از پرستاران که لشکری 30,000 نفره را تشکیل می‌دهن استخدام رسمی نیستن و تحت عنوان قراردادهای شرکتی، یعنی قرارداد موقت با هولدینگ آوای سلامت وابسته به وزارت بهداشت و غیره، به صورت 89 روزه، 6 ماهه و یا 1 ساله مشغول به کار هستند. در همین حال حیدر علی عابدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 8 فروردین 99 که از کمبود 100,000 پرستار خبر داده و خامنه ای هم در پیام خودش به مناسبت روز پرستار در دی ماه 99 ضمن تمجید از پرستاران، البته این تمجیدها و این توصیفها هر ساله اتفاق میفته، با فرار از زیر بار مسئولیت گفته که از جمله کارهای خیلی خوب استخدام پرستار است. من البته این را شاید در 3-4 سال پیش یک وقتی به مسئولین محترم گفتم که باید حدود 30,000 پرستار رو استخدام کنید، مشکلاتی داشتند و متعذر شدند و به آن مشکلات واقف نبودند و نشد که اونها را استخدام کنند. آقای شریفی مقدم در پاسخ به ادعای آقای خامنه‌ای گفته که این 30,000 پرستاری که رهبری فرمودن 3 سال پیش گفته بودند، قرار شد سالانه 10,000 پرستار استخدام بشه تا وضعیت موجود حفظ بشه، اما در سال 96 و 97 وضعیت استخدام پرستار صفر بود. در سال 98 هم آزمونی به نام پرستاران برگزار شد که 3,800 نفر از اونها در سال 99 وارد کار شدند. آقای آرمین زارعیان رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری تهران در 22 فروردین 1400 اعلام کرد برای جلوگیری از مهاجرت پرستاران ما پیشنهاد استخدام 30,000 پرستار به وزارت بهداشت رو دادیم، اما مسئولان به دلایل مختلف با این پیشنهاد موافقت نکردند. این در حالیه که آقای میرزا بیگی معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان نظام پرستاری در سال 93 وعده داده بود که 10 سال آینده مشکل اشتغالی در بخش پرستاری نداریم. مکانهای درمانی دولتی و غیر دولتی هر لحظه آمادگی جذب پرستاران رو در کمتر از 3 ساعت دارند. شرایط سخت کاری و دستمزد ناچیز پرستاران، فشار کاری، اختلاف شدید درآمد بین پزشکان و پرستاران از دیگر مشکلات جامعه پرستاریه. 25 تیر ماه 96 آدابی رئیس سازمان نظام پرستاری در گفتگو با ایلنا خبر داد که در سال 1395
16 پرستار بین 25 تا 45 ساله به دلیل فشار کار زیاد جانشون رو از دست دادن. آقای شریفی مقدم در 14 آذر 95 در گفتگو با ایلنا گفته بود که حدود 65% از درآمد بیمارستان به اعضای هیئت علمی تعلق می‌گیرد و 5% به حساب دانشگاه میره، 10% متعلق به خود بیمارستانه و 20% باقی مانده میون پرستاران، رادیولوژیستا، ماماها، آزمایشگاه و غیره تقسیم میشه. وی با اشاره به مصادیق ایجاد تبعیض در پرداخت به پرستاران و پزشکان میگه در ایام کرونا در طرح کارانه به پرستار 200,000 تومان میدن، اما در کنار اون به پزشک فرضاً 50 میلیون تومان میدن، یعنی 100 برابر بیشتر از پرستار، در صورتی که فشار کار بیشتر روی پرستارا بود. وی در بهمن 93 به چندین مورد ضرب و شتم پرستاران در بیمارستان‌ها و حتی اتاق عمل اشاره می‌کنه و یکی از دلایل اون رو اختلاف درآمد پرستاران و پزشکان می‌دونه و گفت که این امر باعث میشه که پزشکان در بیمارستان‌ها فرمان روایی کنند که این واقعیت داره. با شروع کرونا وضعیت شغلی پرستاران با وجود ملیح سرایی مسئولان حکومتی رو به وخامت گذاشت و بیمارستان‌های خصوصی به طور گسترده‌ای شروع به اخراج پرستاران کردند. عده‌ای از پرستاران نیز به دلیل گزارش فجایع کرونا در بیمارستان‌ها بازداشت یا احضار شدند. اواسط فروردین 99 دکتر خلیل علیزاده، یکی از ثروتمندترین پزشکان و مدیران ارشد وزارت بهداشت و رئیس بیمارستان خصوصی عاطیه، همراه با اشک و بغض خبر داد که 600 نفر از 1200 نفر کادر درمان این بیمارستان لغو قرارداد می شوند و باقی نیز 20 روز دستمزد بدون کارانه و مزایا خواهند گرفت. سازمان نظام پرستاری اقدام قدرناشناسانه و ناجوانمردانه که میکنه، میگه مدیران بیمارستان‌های خصوصی رو لکه ننگی خوان که در تاریخ کشور باقی خواهند ماند. اما آقای حریرچی معاون وزیر بهداشت درباره اخراج پرستاران در بیمارستان‌های خصوصی گفت در کل دنیا بخش‌های خصوصی زیادی نیروهای خودشون رو تعدیل کردن که متولی آن وزارت رفاه است و قانون کار در این رابطه حاکم است. ما در این رابطه کار ویژه‌ای نداریم. تنها میتونیم به بیمارستان‌های خصوصی توصیه کنیم که در دوره مشکلات با همدیگر مدارا کنید. استخدام‌های فله‌ای در دولت و شهرداری. وضعیت استخدام پرستاران رو مقایسه کنیم با استخدام‌های فله‌ای در دولت آقای احمدی نژاد و شهرداری تهران. در نظامی که به ادعای رهبرش امکان استخدام 30,000 پرستار نیست، جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در سال 93 خبر میده که در طول 8 سال دولت آقای محمود احمدی نژاد 400,000 نفر بدون نشر آگهی و برگزاری آزمون استخدام شدند. در دوران آقای قالیبا، شهردار قبلی، شهرداری آقای قالیبا، اون به منظور ایجاد شغل برای نیروهای حزب پادگانی که در انتخاب ها مورد استفاده قرار می گیرن، بین سالهای 90 تا 92 حدود 4200 تن از وابستگان به مداحان و مقامهای کشوری و لشکری رو به صورت مازاد جذب شرکت بهره برداری مترو تهران کرد و در روزهای پایانی حضور خود رو در شهرداری 13,000 نفر رو به استخدام در آورد. طی 12 سال مدیریت قالیباف، آقای قالیباف، پرسنل شهرداری رشدی 500% رو تجربه کردن. زمانی که وی شهردار تهران شده بود، شهرداری تهران به 25,000 نفر حقوق میداد. این میزان در پایان دوره وی 60,000 نفر اعلام شد. بر اساس آخرین آمار هم اکنون 135,000 نفر از شهرداری حقوق میگیرن که این خبر مربوط به ایسنا 1 آبان 1396 هست. محرومیت کادر پرستاری از واکسن. در حالی که بسیاری از مقامات دولتی واکسینه شدن و انواع واکسن در بازار آزاد خرید و فروش میشود،
کرونا همچنان از پرستاران قربانی می‌گیرد. 11 فروردین 1400 معاون پرستاری وزارت بهداشت مدعی شده بود که 80% کادر درمان کشور واکسینه شدند، که این یه ادعای دروغ بوده. آقای شریفی مقدم ضمن رد این آمار گفت با وجود واردات نزدیک به 1,700,000 دوز واکسن به کشور، 30% کادر درمان هم واکسینه نشدند. به ضمن انتقاد از شفاف نبودن آمار مربوط به واکسیناسیون در کشور گفت آقای سعید نمکی وزیر بهداشت مقصر آمار بالای فوت اعضای کادر پرستاریه و باید محاکمه بشه. وی به فوت 7 نفر از کادر جوان پرستاری در کمتر از 1 ماه اشاره میکنه و میزان فوت پرستاران در ایران را از جمله بالاترین ها در جهان میخونه و میگه این در حالیه که بیش از 8 ماه هست که واکسن کرونا در سطح جهان کشف شده و علت این مسئله نیست چیزی جز بی‌کفایتی مسئولان دولت و وزارت بهداشت نیست. طی 14 ماه گذشته طبق البته این مربوط به سال گذشته است، این آمار طی 14 ماه گذشته طبق آمار رسمی حدود 80,000 پرستار به کرونا مبتلا شدند و 143 پرستار درگذشتند. البته این آمار الان تغییر کرده، 100% آمار به روز نیست این آمار. در چنین فضایی عده‌ای از پرستاران با راه اندازی کارزاری با عنوان خوننامه پرستاران که به امضای 7,000 نفر رسیده از سران سه قوه خواستن تا به مشکلات پرستاران رسیدگی کنند. مشکلاتی که آنها روی اون دست گذاشتن عبارتند از انکار و منع کارکنان درمان از استفاده از تجهیزات حفاظت فردی با توجیه ترس بیماران و مراجعین، عرضه محدود وسایل حفاظت فردی غیر استاندارد، لباس نقاشی ساختمان، ماسک تولید شده در حیاط خانه بیمارستان، تهویه نامناسب سیستم‌های بیمارستانی، شلوغی بیش از حد بیمارستان‌ها، کمبود نیرو و نتیجتاً کار بالاتر از ظرفیت توسط تیم درمان و حذف پرستاران از بهره‌مندی قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور توسط دیوان عدالت اداری در آذر 1399. این کارزار نشان میده که کسانی که در بدترین شرایط در صف مقدم مبارزه با کرونا قرار دارن و خطرات جدی جان اونها رو تهدید میکنه، ناگزیرن برای کسب ابتدایی ترین حقوق خودشون خوننامه امضا کنن تا بلکه توجهی به مشکلاتشون بشه. ممنونم که من گوش دادین. مشکلات پرستاران بسیار زیاد هست و اینجا وقت کم هست و همه میدونم خسته هستین، آخر هفته است. مایک رو رها میکنم، امیدوارم که مشکلات یک روزی برطرف بشه. تشکر میکنم. تشکر از شما بانو ترابی عزیز، بسیار عالی بود. بله متاسفانه پرستارای قشر خیلی زحمتکش که شاید بگیم یکی از مهمترین سرمایه های کشور مان، که متاسفانه دولت با بیکفایتی تموم باعث میشه که اونا مهاجرت کنن و از کشور خارج بشن و این به هر صورت مطمئنن خیلی شرایط رو سخت میکنه برای مردم کشور ما، که مهمترین مسئله بهداشت هست و پرستار و پزشک به هر صورت تو جامعه کم باشه خب مشکلات عدیده‌ای رو به وجود میاره. همونطوری که شما هم گفتید خب تفاوت فاحشی بین پرستار و بیمار در ایران هستش و استانداردهای جهانی چیزی که در ایران هست باعث شده که فشار بسیار زیادی به پرستارا بیاد که عمدتاً زنان هستن تو این شغل و مشکلات عدیدی رو به وجود بیاره. و همینطور این که فکر کنم برای بازنشستگی 20 سال بود، الان زدن 25 سال و هنوز هم در واقع با 25 سال با 20 روز حقوق هم، یعنی که اجازه نمیدن بازنشست بشن پرستارا به دلیل کمبود نیرو و نیرو هم استخدام نمی کنن متاسفانه. و چقدر ما نیرو از دست دادیم به خاطر کرونا، چقدر پرستارای ما جوان، زنان جوان، مردان جوان چقدر به خاطر کرونا مردن و همینطور که شما هم اشاره کردید هنوز هم خیلی از پرستارای کشور ما متاسفانه هنوز که کل دنیا دارن واکسینه میشن هنوز هم با
واکسن نمیزنن براشون. خب دوستان عزیز اگر مطلبی دارید یا موردی هست میخواین اضافه کنین ممنون میشیم، اگر نه که به سراغ سخنران بعدیمون در بخش چهارم، جناب آقای احسان احمدی خواه با موضوع اوتیسم و اشتغال در ایران بریم. جناب آقای احمدی خواه اگر آمادگی دارین بفرمایید. درود و وقت بخیر بر همگی دوستان. در ابتدا لازم است کمی با اختلال اوتیسم آشنا شوید. اوتیسم یک اختلال عصبی رشدی دائم العمر است که شامل تفاوت یا چالش در مهارت ارتباط اجتماعی، مهارت‌های حرکتی ظریف و درشت، گفتار و توانای فکری است. علائم این اختلال از نظر نوع و شدت بسیار متفاوت است و معمولا در اوایل کودکی دیده می شود. برخی از علائم رایج عبارتن از نیاز به یکسان سازی و تکرار، اضطراب و پاسخهای غیر معمول به ورودی حسی مانند حساسیت غیرعادی به نور، صدا، بو و یا مزه. اکثر موارد این اختلال از طریق مصاحبه، مشاهده و ارزیابی توسط روانشناس، متخصص اطفال و متخصص مغز و اعصاب کودکان تشخیص داده میشه، در حالی که هیچ درمان ثابتی وجود ندارد. درمان رفتاری، آموزشی و خلاصه ممکن است به کاهش علائم و ایجاد مهارت در افراد اوتیستیک کمک کنند. اختلال طیف اوتیسم ASD اصطلاحی است که برای توصیف طیفی از انواع اوتیسم استفاده می شود که همه آنها ممکن است تظاهرات بسیار متفاوت داشته باشند. اوتیسم به شدت تحت تاثیر عوامل محیطی و ژنتیکی است که هر دو با هم ترکیب می شود و باعث ایجاد علائم مختلف اوتیسم می شود. یادگیری مهارت‌های برای کمک به مدیریت جنبه‌های عاطفی، جسمی و ذهنی این اختلال هم برای افراد اوتیستیک و هم برای مراقبان او مفید است. روز آگاهی جهانی اوتیسم روز دوم آوریل هر سال به عنوان یک روز جهانی به رسمیت شناخته شده و هدف آن یادآوری و ترغیب کنش‌های کشورهای عضو در سازمان ملل در جهت افزایش آگاهی در مورد افراد مبتلا به اختلال اسپکتروم اوتیسم آیسته در سراسر جهان است. روز جهانی اوتیسم یکی از تنها 7 روز رسمی سازمان ملل متحد است که در رابطه با سلامتی رسمیت یافته است و از سال 2007 به اجرا در آمد. در کشور ما انجمن اوتیسم ایران روز جهانی آگاهی اوتیسم را در تاریخ 14 فروردین 99 همگام با جهان گرامی می‌دارد و در تلاش است که در این روز گام‌های محکمی در راستای آگاهی بخشیدن زمینه اوتیسم در جامعه بردارد. موضوع امسال 2020، البته این گزارش باز 2020 بوده، سازمان ملل در روز جهانی اوتیسم انتقالی به بزرگسالانی است. در ایران هنوز آمار دقیق کاملی از میزان شیوع اختلال اوتیسم وجود ندارد، اما بر اساس آمار جهانی از 48 نفر یک نفر در دنیا و در ایران نیز از هر 150 نفر یک نفر به بیماری اوتیسم مبتلا است. بزرگسالان مرحله از زندگی است که افراد می توانند در زمینه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه خود به عنوان یک شهروند کامل نقش ایفا کنند، اما این مرحله برای افراد اوتیسم یک چالش است، زیرا آنها از فرصت‌ها و حمایت‌های لازم برای این مرحله از زندگی خود برخوردار نیستند و پس از پایان دوره دبیرستان این افراد از خدمات و حمایت‌های کتابش از آن بهره می‌بردند و بی‌بهره. مشارکت در فرایند تصمیم‌گیری جامعه خود، مشارکت در فرهنگ جوانان در جامعه خود، دسترسی به آموزش پس از دوره متوسطه، اشتغال، مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی جامعه به عنوان یک شهروند، محورهای مطروحه در شعار جهانی امسال. وظایف جامعه در مقابل با افراد دارای اختلال اوتیسم شامل 5 محور هستی است: 1. مطالعه‌گری و طرح موضوع و بررسی نیازهای کلان و ملی جامعه اوتیسم ایران. 2. اقدام قوی‌تر و سازماندهی شده با موضوعیت آگاهی بخشی جامعه. 3. تقویت شبکه دوستدار اوتیسم و همراهی شهرهای دوستدار اوتیسم با ایجاد مرکز دوستدار اوتیسم. 4. آموزش و تکیه بر توانمندی کردن خانواده در اقصی نقاط کشور با محوریت آموزش. 5. تربیت درمانگران در دوره‌های پودمانی و دوره‌های تکمیلی جهت آشنایی با اوتیسم و آموزش درمانی تخصصی برای درمان کودکان اوتیسم. اوتیسم در بزرگسالی مشکلات زیادی برای افراد و خانواده ایجاد می‌کند. برخی از بزرگسالان با اختلاف اوتیسم، به ویژه کسانی که مبتلا به اوتیسم با عملکرد بالا یا سندرم آسپرگ
هستن قادر به کار به صورت عادی است. با این وجود مشکلات ارتباطی و اجتماعی اغلب مسائل رو در زندگی آنها به وجود میاد. آنها همچنان برای ایجاد یک زندگی مستقل نیاز به تشویق و حمایت معنوی در مبارزه خود دارد. بسیاری دیگر از مبتلایان به اوتیسم قادر به اشتغال در کارگاه خصوصی تحت نظارت مدیران آموزشی دیده در کار برای افراد دارای معلولیت هست. یک محیط پرورش در خانه، در مدرسه و بعدها در آموزش شغلی و در محل کار به افراد مبتلا به اوتیسم کمک می‌کنند تا به پیشرفت و یادگیری در زندگی خود ادامه دهند. زمانی که فرد مبتلا به سن 22 سالگی میرسد، مسئولیت مدارس مخصوص به پایان میرسد. از این به بعد چالش خانواده این خواهد بود برنامه زندگی و کار مدرسه برای جوان دار اوتیسم پیدا کن. بسیار افراد مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم دارای توانمندی هایی هستند که اگر از این توانمندی ها در عرصه شغلی استفاده شود برای فرد، خانواده و جامعه سود بسیاری دارد و در استقلال کامل این افراد مفید است. مشاغلی که برای این افراد مبتلا به اختلال طیف اوتیسم مناسب است باید دارای ملاک های زیر باشد. یک، مشاغل باید دارای اهداف مشخص و تعیین شده باشد. دو، کارفرما باید محدودیت های اجتماعی افراد مبتلا را بشناسد. این مهم است که افراد مبتلا به اختلال طیف اوتیسم با عملکرد بالا در زمینه‌ای که می‌خواهند شغلی به دست آورند آماده گردند. آن شغل با توانمندی‌های آنان هم خانی داشته باشد. به عنوان نمونه، کار با کامپیوتر یک انتخاب خوب برای افراد مبتلا به اختلاف طیف اوتیسم با عملکرد بالاست، زیرا با بسیاری از خصوصیات و توانایی این افراد همخوانی. دیگر مشاغل مفید برای این افراد عبارت است: یک، حسابداری، دو، مهندسی و کتابداری. رشته‌هایی همچون علوم سیاسی، تاریخ، تجربیات، ادبیات و ریاضیات برای این افراد مناسب است. نکته دیگر که باید همیشه مد نظر باشد آن است که بسیاری از این افراد در حالی که هنوز در دبیرستان مشغول به تحصیل هستند باید در کلاس‌های در جهت آماده سازی آنها برای مشاغل مورد نظر آموزش ببینند تا با انگیزه بیشتری وارد بازار کار شوند. تمپل گراندین، یکی از مشهورترین افراد مبتلا به اختلال طیف اوتیسم و علاوه بر حقوق این افراد در فرصت‌های استخدامی برای افراد شناخت‌هایی پیدا کرد. افراد مبتلا به این اختلال دارای حافظه کوتاه مدت ضعیفی هستند، اما اغلب دارای حافظه طولانی مدت بسیار قوی هستند. برای جستجوی شغل برای این افراد باید این مسئله را در نظر داشته باشید. گراندین شغل‌ها را به دو دسته تقسیم کرده است. یک، افرادی که دارای مهارت‌های بصری و تفکر بصری بالایی هستند و دو، افرادی که متفکران تاثیر قوی نیستن، متاسفانه تاثیر قوی نیستن، اما در زمینه ریاضی، موسیقی یا حفظ کردن مهارت دارن. در زیر گراندین نمونه‌هایی از مشاغل برای این زمینه‌ها را اعلام کرد. و حالا فرصت‌هایی که برای تفکرات بالایی تاثیر بالا وجود دارد: یک، طراحی ابزار. طراحی یکی از موارد بصری است. اغلب افراد با نقشه کشی شروع کرده و سپس ابزارهای پیشرفته تولید می‌کنند. تعمیر کامپیوتر، این افراد می توانند مشکلات کامپیوتر و شبکه را به راحتی تحلیل کنند. طراحی وبسایت، توانایی این افراد برای تجسم یکی از مهمترین اقدامات طراحی است. این افراد می توانند به عنوان شغل آزاد در این زمینه فعالیت کنند. گرافیک انیمیشن، این افراد می توانند در این زمینه عملکرد خوبی داشته باشند، اما رقابت زیادی در این زمینه وجود دارد. مکانیک خودرو، این افراد به راحتی سیستم خودرو را تجسم کرده و ماشین‌های بهتری می‌سازند. طراحی، نقشه‌های مهندسی کامپیوتر می‌تواند فرصت‌های برای این افراد فراهم کند. طراحی یکی از مسیرهای برای ورود به مشاغل حرفه‌ای است. مشاغل مناسب برای افرادی که تفکر تصویری بالایی ندارند. برنامه‌نویسی کامپیوتر، این زمینه بسیار گسترده بوده و مشاغل مختلفی دارد که از این می‌توان به اتوماسیون صنعتی، طراحی نرم‌افزار، اطلاعات تجاری و سیستم‌های شبکه اشاره. همواره کمبود برنامه‌نویس‌های حرفه‌ای در زمینه تجارت و صنعت وجود دارد. مهندسی، مهندسی الکترونیکی، مهندسی الکترونیک و شیمی گزینه‌های بهتری برای افراد ماهر است. تکنسین آزمایشگاه، ایجاد ابزارهای حرفه‌ای برای افراد دارای اختلال اوتیسم که از قدرت تصویری بالای برخوردار نیست مناسب است. مهندسی آمار، استعداد استفاده از اعداد میتواند منجر به تحقیقات مناسبی در زمینه کیفیت، وزارت کشاورزی یا سازمان سرشماری.
صرف نظر شغل انتخابی مهمترین عامل برای افراد مبتلا به اختلال طیف اوتیسم برای همه افراد مشابه است و آن تعیین نقاط قوت و ضعف است که می تواند در تعیین شغل کمک کند. افراد مبتلا به این اختلال باید کارفرمایانی را انتخاب کنند که بتواند به نیاز و توانایی خاص آنها ارزش دهد. مشاغلی که نیاز به مهارت اجتماعی دارند از قبیل مسئول پذیرش، صندوقداری یا فروشندگی برای این افراد مناسب است. یک نکته دیگر که بسیاری از افراد از انجام کارهای تکراری خسته میشن، در حالی که این افراد در مشاغل بسیار عملکرد مطلوبی دارن. کار در واحد مونتاژ یک نمونه بسیار مناسب از این مشاغل است. لذا نیاز است آژانس ها و مؤسسات تاسیس شوند تا استعدادها و توانایی این کودکان را شناسایی نمایند و با تقویت این توانمندی ها و استعداد آنها را سمت مشاغل مناسب سوق دهند. یکی از رسالت های این مؤسسات باید آن باشد که واسطه بین مراکز آموزشی و توانبخشی اوتیسم و بازار کار باشد، همانطور که برای این افراد لحاظ درسی برنامه‌ریزی شود و برای آنها شغل آینده نیز برنامه‌ریزی شود. دولت جمهوری اسلامی شوربختانه برای این افراد که مبتلا به اختلال اوتیسم هستند برنامه‌های حرفه‌آموزی برگزار می‌کند، به این معنی که به آنها مهارت حرفه‌ای آموزش دهند. هرچند افراد اوتیسم یک برخی مهارت را از طریق آموزش و پرورش به دست می‌آورند، اما در ایران برای آنها حرفه‌آموزی تخصصی وجود دارد. مطابق قوانین استخدام مراکز دولتی، بخشی از پرسنل این مراکز باید از گروه‌های استثنایی باشد. با این وجود، اینکه در ادارات دولتی تا چه اندازه به این قوانین استخدام عمل می شود و چه تعداد افراد استثنایی استخدام می شود قابل سنجش است. حقیقت این است که اکثر افراد مبتلا به اوتیسم گرفتار بیکاری هستند. آنها پس از اتمام مدرسه مجبورند در خانه بمانند و کار دیگری نمی توانند انجام. بدین ترتیب یکی از بزرگترین دغدغه‌های خانواده‌های کودکان اوتیسم در ایران این است که چه بر سر فرزندان بمانند اگر آنها نباشند. شوربختانه در دولت جمهوری اسلامی تنها اولویت با سپاه و گروه‌های نیابتی منطقه‌ای به مانند یمن، عراق، لبنان و فلسطین و غیره است و جایگاه خاصی برای جوانان ایران چه افراد عادی و یا افراد دارای انواع اختلالات جسمی و روانی قائل است. مثال واضح این حقیقت تلقین را می‌توان در میزان تفاوت در سرمایه‌گذاری مالی و ایدئولوژی دولت جمهوری اسلامی برای سپاه و گروه نیابتی منطقی و جوانان این مردم بود که نتیجه فاجعه بار علاقه‌مندی یک سوم جمعیت ایران برای مهاجرت به خارج از مرزهای ایران و ترک میهن خیش است. در تمامی جوامع مدرن و دوراندیش ارزش نیروی انسانی چه افراد به اصطلاح سالم و یا افراد دارای اختلالات جسمی و روانی در اولویت اصلی کشور همتراز با امنیت ملی آنهاست، زیرا هرگز کشوری موفق و پاورجان نمی ماند مگر اینکه از سرمایه های ملی و انسانی خود در راستای منافع ملی خود استفاده کند. امید به اینکه روزی در ایران حق داشتن زندگی شاد و آزاد برای همه افراد فارغ از شرایط جسمی و روحی و قیادتی آنها به رسمیت شناخته شود. امیدوارم جامعه به آن سطح از آگاهی برسند که بتواند با شناخت پتانسیل و توانایی این افراد و آزمایش مشاغل مختلف متفاوت این افراد را از درون شغلی آماده کنند. ممنون، متشکرم که این وقت را اختیار. تشکر از شما آقای احمدی خواه. بله، این عزیزان اوتیسم در واقع یک مشکلی که دارن بیشتر از نظر احساسات و اینا نمیتونن ابراز کنن، یعنی یه تفاوت اساسی که با آدمای معمولی دارن. خب کشور ما که برای آدمای معمولی که هیچ مشکلی ندارن و به قول خودمون میگیم شیش دون کسن، هیچ برنامه ای نداره. این عزیزانی که حالا یا مشکل خاص دارن چه از نظر ذهنی چه از نظر جسمی که متاسفانه میتونیم بگیم هیچ، یعنی جامعه ما هیچ برنامه ای نداره و نخواهد هم داشت برای این عزیزان متاسفانه. خب دوستان عزیز، اگه در مورد اوتیسم و کار افرادی که غیر از آدمای معمولی هستن در واقع مشکل جسمی یا توانایی های دیگه دارن، اگر صحبتی دارید، نظری دارید، خوشحال میشیم که نظرتون رو بگین. اگر نه که به سراغ سخنران بعدی بریم. خب دوستان عزیز، در بخش پنجم جناب آقای شیر محمدی، بله آقای شیر محمدی با موضوع کارگران و بیمه خدمات درمانی اونها، بفرمایید آقای شیر محمدی.
ضمن درود مجدد خدمت همه دوستان و همکاران گرامی. سلامتی نیروی کار رابطه مستقیمی با کار و تولید و بهره‌وری دارد. با اشاره به پرداخت حق بیمه های ماهانه و لزوم بهره‌مندی کارگران و بازنشستگان از خدمات درمانی شایسته و در شأن آنها باید تأکید کرد. زمانی طبقات کارگر و کارفرما یک بیمه تأمین اجتماعی داشتند و خبری از بیمه تکمیلی نبود. ولی همان بیمه کمک می‌کرد تا به لحاظ درمانی دغدغه نداشته باشند. امروز به آن بیمه تأمین اجتماعی و یا بیمه خدمات درمانی که دفترچه‌ای بود، بیمه تکمیلی و انواع و اقسام بیمه ها اضافه شده است. پولهای مضاعفی از جیب طبقات کارگر و کارفرما و کارمند برداشته می شود، اما خروجی خدمات درمانی مثل سابق نیست. این در حالی است که بیش از نیمی از مشکلات جسمی نیروهای کار ناشی از غیر سالم و خراب بودن دندان ها است که بر عملکرد سیستمی بدن و التهاب آن تأثیر گذار است. اما متاسفانه به دلیل آنکه نرخ تعرفه و هزینه های دندان پزشکی بالا است، کارگران قادر نیستند از عهده این هزینه ها برآیند و با وجود بیمه های مکمل متعدد خدمات شایسته دریافت کنند. وقتی مردم از هزینه های درمان خود میزنند، سلامت جسمی آنها به خطر میفتد و بار هزینه آن مجدداً به نظام سلامت و نظام بیمه کشور و نهایتاً دولت برمیگردد. در نتیجه با جامعه‌ای روبرو خواهیم بود که نیروهای کار آن بیمار و به لحاظ سلامت جسمی ضعیف هستند. سلامتی مردم جزء سرمایه‌های کشور است و باید به آن اهمیت دهیم. متأسفانه علی‌رغم آنکه اعلام می‌شود هزینه‌های درمانی با درصد بالا پوشش داده می‌شود، ولی بعضاً خلاف آن را می‌بینیم. مثلا کارگری با بیمه درمان تأمین اجتماعی برای گرفتن عکس رادیولوژی مراجعه می کند و به وی اعلام می شود که بر اساس قانون درمان تأمین اجتماعی تنها یک بار این هزینه برای او پرداخت می شود و بابت گرفتن عکس به او گفته می شود 150 هزار تومان بپردازد، در حالی که هزینه آزاد آن 200 هزار تومان است. اینکه کارگر با داشتن بیمه درمان تأمین اجتماعی باید بیش از دو سوم هزینه نسخه و انواع آزمایش‌ها را پرداخت کند، اسمش خدمات درمانی نیست و کمکی به جبران هزینه‌های درمان آنها نمی‌کند. لذا باید به گونه‌ای اقدام شود که کارگران و بازنشستگان وقتی از حقوق خود ماهانه به حساب تأمین اجتماعی با صندوق بازنشستگی بابت حق بیمه می‌پردازند، از خدمات درمانی شایسته و در شأن خود به عنوان یک حق قانونی برخوردار شوند. وقتی شما در شرکتی مشغول به کار هستید، داشتن بیمه تأمین اجتماعی امری ضروری برای شما خواهد بود. سازمان تأمین اجتماعی با این بیمه از کارمندان، کارخانجات، ادارجات و سایر افراد حمایت می‌کند. این سازمان تضمین می‌دهد که خدمات این بیمه را در طول پرداخت حق بیمه به همراه مستمری بعد از بازنشستگی دریافت خواهید کرد. همچنین از خدمات درمانی این بیمه نیز می توان استفاده کنید. در حقیقت هر شخص شاغل توانایی این را دارد که خود را بیمه کرده و از خدمات آن استفاده کند. سازمان بیمه‌گر تأمین اجتماعی وظیفه دارد خدمات را به افراد تحت پوشش خود ارائه دهد. این پوشش ها می تواند در قالب بیمه اجباری برای کارفرما یا بیمه خیشفرما باشد. این بیمه سازمان تأمین اجتماعی انواع مختلفی دارد. بیمه خیشفرما که اختیاری است، بیمه کارفرمایان که اجباری است و بیمه بیکاری. به این خاطر که بیمه تامین اجتماعی بیشتر جنبه حقوقی دارد، بهتر است تعریف این دو مفهوم نیز به صورت حقوقی توضیح داده شود. طبق قانون کار، کارگر به کسی گفته می شود که در مقابل کاری که انجام می دهد، مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا را از کارفرما دریافت می‌کند. به عنوان مثال یکی از این مزایا عیدی و پاداش آخر سال کارگران است. کارفرما نیز شخص حقیقی یا حقوقی است که حقوق و مزایای کارگر را در ازای کاری که انجام می‌دهد طبق قانون وزارت کار پرداخت می‌کند. مدیران در واقع همان کارفرمایان به حساب می‌آیند که مشمول کلیه تعهدات را در قبال کارگران خود رعایت کنند. هر کارفرما باید کد کارگاهی بیمه تأمین اجتماعی را داشته باشد. این کد منحصر به فرد است و برای پیگیری تمام امور مربوط به تأمین اجتماعی نیاز ضروری محسوب می شود. علی‌رغم الزام قانونی پرداخت حق بیمه، اگر کارفرما به هر علتی از پرداخت حق بیمه امتناع کرد، می توان به سیستم قضایی کشور مراجعه کرده و این تخلف را گزارش دهد. سپس با ارائه مدارکی که
از چه تاریخی در شرکت مسئول مشغول کار بوده تا رابطه کارگری و کارفرمایی توسط هیئت تشخیص و حل اختلاف تشخیص داده و تایید شود. یک نکته مهم وجود داره به نام رنج‌هایی هستش که کارگران از اون نام بردن. رنج‌های کالایی شدن درمان که همون منظور بیمه هست. درمانی که هم بر اساس اصل 29 قانون اساسی و هم بر اساس قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی باید 0 تا 100 آن رایگان و از محل حق بیمه های زمان اشتغال بازنشستگان تأمین شود. یک بازنشسته کارگری با 30 سال سابقه اشتغال قاعدتا مبلغ گزافی بابت سهم درمان و سهم درمان در صندوق سازمان تأمین اجتماعی ذخیره کرده است. هر سال 12 ماه است و هر ماه 30% دستمزد کارگر بابت حق بیمه به حساب سازمان واریز شده که باز 9% از این حق بیمه ماهانه بابت درمان صندوق درمان سازمان تأمین اجتماعی پسنداز شده است. سالها پیش دولت خیز برداشت که 9/27 درمان را در صندوق درمان زیر نظر دولت و وزارت بهداشت ذخیره کند. به این بهانه که سازمان تأمین اجتماعی از سهم درمان کارگران برای سرمایه گذاری و مصارف دیگر استفاده می کند و خدمات درمانی مکفی به بیمه شدگان ارائه نمی دهد. در آن زمان کارگران و تشکل‌های کارگری اعتراض و مقاومت کردند و اجازه دست‌درازی به دولت ندادند. گفتند صندوق تأمین اجتماعی مال ما بیمه شدگان است و دولت هیچ حقی ندارد. اما علی‌رغم حفظ منابع درمان در صندوق تأمین اجتماعی باز هم سطح خدمات درمانی ارائه شده به بیمه شدگان کارگری بهبود نیافت. بیشتر شاغلان عادی که در دوران جوانی هستند و بیماری‌های خاص ندارند از خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی به گرفتن یک دفترچه کاغذی بیمه که آن نیز میان برداشته شده اکتفا می‌کنند و دیگر نیاز چندانی به خدمات درمانی ندارند. بسیاری از خدمات درمانی مورد نیاز همگان از جمله خدمات دندانپزشکی که در زمان جوانی نیز احتیاج می‌شود خارج از شمول بیمه تأمین اجتماعی است. و چه بیمه باشی و چه نباشی باید هزینه های آن را آزاد بپردازی. بنابراین یک کارگر شاغل در طول 30 سال اشتغال خود از یک مبلغ 1,200,000 تومانی که به نرخ روز هر سال در صندوق درمان سازمان تأمین اجتماعی ذخیره می نماید استفاده چندانی نمی کند. اما متاسفانه انباشت این مبالغ که غالبا بدون استفاده می ماند به درد دوران پیری و کهولت یک بازنشسته هم نمی خورد. قانون درمان رایگان فارغ از نوع پوشش بیمه ها، قانونی که در جهت ارائه راهکار برای اجرای ماده 3 قانون تأمین اجتماعی در سال 1368 مصوب شده و در ماده واحده آن آمده است که سازمان تأمین اجتماعی باید از محل حق بیمه های دریافتی هزینه های ارائه خدمات درمانی رایگان به بیمه شدگان کارگری چه شاغل و چه بازنشسته را در تمام بخش های درمانی کشور فراهم کند، با این حال این قانون دهه هاست که اجرا نمی شود. بعد از تصویب این قانون در سال 68 شاید سالهای محدودی بودند که کارگران توانستند از خدمات درمانی رایگان و با کیفیت بهره ببرند. پس از آن با اوجگیری کالایی سازی درمان بخش سنگینی از هزینه های درمانی بر دوش بیمه شده افتاد. تا آنجا که شرکت های عظیم و غولپیکری با هدف ارائه بیمه تکمیلی به بیمه شدگان و به خصوص بازنشستگان پا به میدان گذاشتند و از محل ناکارآمدی بیمه های پایه سودهای هنگفت به جیب زدند. هرچند درمان کالایی تر و گرانتر شده، نیاز به بیمه تکمیلی هم بیشتر شد تا جایی که امروز به دلیل گرانی شدید خدمات درمانی کلینیکی، پاراکلینیکی و آزمایشگاهی بدون بیمه تکمیلی یک چکاب ساده هم دیگر ممکن نیست. در کنار همه اینها باید خروج و داروهای منظور از خروج جمع مخارج هست و داروهای با کیفیت و خارجی شیمی درمانی و بیماری های خاص از شمول بیمه را نیز قرار دهیم که موجب شده خانواده های کارگری با داشتن یک عضو بیمار خاص در خانه هزینه های سنگین بابت دارو و درمان بپردازند. درمان و هزینه های درمانی یکی از اصلی ترین دغدغه های کارگران و حتی بازنشستگان کم درآمد، خصوص بازنشستگان کارگری است. سوالی که مطرح می شود آیا در سال جدید
مقدمات اجرای دقیق و بدون قانون الزام بعد از سالهای قفلت فراهم می شود، آیا نباید بیمه پایه بازنشستگان تا آن اندازه گسترده باشد که یک بازنشسته با حقوق حداقلی دغدغه های قرص های فشار خون و پلاویکس قلب را نداشته باشد؟ قرص هایی که نمونه های مورد تایید پزشکان آنها بسیار گران است و تأمین هزینه های آن از استطاعت یک خانواده بازنشسته کارگری خارج است. به نقل از یک مقام مسئول، حالا که دفترچه های درمانی کاغذی حذف شده، حالا که مجبوریم پول پای بیمه تکمیلی بپردازیم، لااقل این 2% سهم درمان را از حقوق ما بازنشستگان کسر نکنن، این که خواسته زیادی نیست. در همین رابطه پارسال در سال گذشته گروه‌هایی از کارگران و استادکاران ساختمانی از شهرها و استانهای مختلف ایران با تجمع در مقابل مجلس نسبت به عدم رسیدگی به مطالبات خود اعتراض کردند. حذف سهمیه بیمه کارگران ساختمانی و تایید نهایی اصلاحیه ماده 5 بیمه کارگران ساختمانی در مجلس از مهمترین مطالبات کارگران و استادکاران ساختمانی است. آنها همچنین بر لزوم بیمه شدگان تمامی کارگران و استادکاران ساختمانی در نوبت بیمه هستند تاکید دارند. از دیگر مطالبات تجمع کنندگان برخورداری از مزایای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، دریافت غرامت ایام بیماری، الزام کارفرمایان به رعایت مسائل ایمنی در صنعت ساختمان و به رسمیت شناختن تشکل‌های کارگری هستند. مطالبات کارگران از جمله در این زمینه دسترسی بدون تبعیض به بیمه اجتماعی و حذف نظام سهمیه بندی، تجمع کانون و نمایندگان انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی در مقابل ادارات دولتی و مجلس شورای اسلامی، نامه نگاری و اطلاع رسانی از طریق رسانه‌های داخلی است. از جمله خبرهایی که در صفحات حوادث خبرگزاری‌ها به وفور به چشم می‌خورد، خبرهایی از آسیب دیدن کارگران در محل کار به ویژه کارگران ساختمانی است. یکی از روی داربست به زمین افتاده و قطع نخا شده، دیگری موقع پرتاب آجر سرش شکسته و آن یکی زیر آوار ساختمان نیمه کاره مانده و کشته شده. کارگران ساختمانی به طور کلی در همه بخش‌های گودبرداری، ساخت، بهره برداری فعالیت می‌کنند. کارگر ساده، کارگران گچکار، برق‌کار، داربست‌کار و چاهکن از جمله این کارگران هستند. بنابر اعلام کانون کارگران کشور، 60% فوتیا در میان کارگران ایران مربوط به کارگران ساختمانی است که در حین کار دچار حادثه شدند. این در حالی است که باز هم بنابر آماری که همین گروه به کشور ارائه داده، میانگین مرگ و میر کارگران ساختمانی سالیانه 800 تا 1000 نفر است. بخش بزرگی از کارگران که در زمره کارگران فصلی و روزمره محسوب می شود، ضمن این که دستمزدهای کمی دریافت می کنند، با وجود ناایمن بودن فضای کار از هیچ نوع بیمه‌ای برخوردار نیستند و برای برخورداری از تسهیلات بیمه مدت هاست که در صف انتظار هستند. در ایران کارفرمایان پروژه های ساختمانی که تعداد کارگرانشان به زیر 20 تا 30 نفر می رسد، الزام قانونی برای اینکه کارگر ساختمانی روزمزد را تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دهند ندارد و اگر بخواهند برای رفع مسئولیت کارگر را بیمه کنند، به بیمه بینام مسئولیت مدنی اکتفا می کنند که اگر کارگری در حین کار صدمه دید، لازم نباشد کارفرما از جیب خودش هزینه کند و بیمه خسارت را بپردازد. این امر موجب می شود حاشیه امنی برای کارفرما ایجاد شود تا بدون تخصیص هزینه برای آموزش کارگران، خرید تجهیزات ایمنی برای کارگاه ساختمانی و فقدان نظارت بادرسان وزارت کار، مسئولیت خود را در قبال امنیت جانی و شغلی کارگر کم کند. این در حالی است که طبق ماده 148 قانون کار، کارگر از بدو ورود به کارگاه باید بیمه شود و کارفرما نیز موظف است مقدمات انجام بیمه کارگر را قبل از شروع کار فراهم کند. با وجود این، دولت سالانه به بهانه کمبود منابع مالی به سهمیه بندی بیمه دست می‌زند و شماری از کارگران ساختمانی را از حق بیمه محروم می‌کند. کارگران ساختمانی و بقیه کارگران در صورتی بیمه می‌شوند که پروانه مهارت داشته باشند، قرارداد کار داشته باشند و حق بیمه بپردازند و نظام سهمیه سازمان تأمین اجتماعی ظرفیت خالی برای
بیمه کردن آنها را داشته باشد. گفته می شود حدود 500,000 تن از 1,300,000 نفر کارگر در سطح کشور بیمه نیستند. آن دسته از کارگران ساختمانی که بیمه هستند و کار ندارند نیز در اثر بیکاری طولانی مدت با خطر از دست دادن بیمه خود مواجه هستند. کارگران فاقد بیمه از دریافت حقوق و ایام بیکاری نیز همچنین محروم هستند. آمارها و گزارش‌های منتشر شده هم نشان می‌دهد 10-15% از کارگران ساختمانی و دیگر کارگرانی هستند که سر چهارراه می‌ایستند. بخشی از این کارگران روستایی هستند که برای کار به داخل شهرها می‌روند و خودشان بیمه روستایی دارند. بخشی از آنها کسانی هستند که بیکار شدند و به صورت موقت بر سر چهارراه می‌ایستند و اگر بخواهند جزء آمارگیری تأمین اجتماعی یا همان بیمه محسوب شوند، باید در فرایند ساخت و ساز مشغول به کار شوند. اعتراضات نمایندگان کارگران ابتدا زمانی که با تصویب قانون رفع موانع اجرایی بیمه های اجتماعی کارگران مصوب سال 1391 در مجلس، باز هم با اعلام سهمیه بندی بیمه تامین اجتماعی بخش زیادی از کارگران را از بیمه محروم کرده. جمعی از نمایندگان کارگران با تجمعات مکرر در برابر مجلس شورای اسلامی به ادامه دار شدن این روند اعتراض کردن و اعتراض می کنند. بر اساس قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمه های اجتماعی کارگران، در صورت تأمین منابع مالی از محل حق بیمه، هر گونه استثناء و اعمال سهمیه در اجرای بیمه های کارگران ممنوع است. افراد حقیقی و حقوقی که مانع اجرای این قانون شوند به پرداخت جریمه و جبران خسارت محکوم می شوند. با وجود اینها، این قانون نه در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد اجرا شده و نه در سالهای ریاست جمهوری حسن روحانی و نه حتی در دوران حال حاضر. نظام بیمه کارگران ساختمانی هنوز بر اساس سهمیه بندی استوار هست. به اینها فشار بیشتری وارد هست. با وجود اینکه کارگران ساختمانی نسبت به دیگر کارگران به بسیاری دیگر از کارگران شاغل در بخش خدمات و صنعت از امنیت شغلی و دستمزد پایینی برخوردارند، اما به دلایلی همچون فصلی بودن کار و پراکندگی جمعیتی بیشتر از طریق کانونها و انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی مطالبات صنفی خود را پیگیری کردند. بنابراین آرزم خدمتتون که من تماسی هم که در رابطه با بیمه کارگران داشتم با دوستان صمیمی که در ایران دارن و در حال حاضر خدمات بیمه ارائه میکنن، دفاتر بیمه دارن، تو بخشی از سخنرانی من به این اشاره کردم که گروه ها و حالا شرکت های خصوصی هستن که میان به بهانه های مختلف سعی دارن که کارگران رو بیمه بکنن، البته به صورت خصوصی، اما اینها اکثرا به شگردها و شیوه هایی که انجام میدن میتونیم نه همشون، اما خب میتونیم که بگیم فقط به فکر جیب و منافع خودشون هستن و اصلا به فکر کارگران نیستن و از این خلأ قانونی محکمی که داخل نظام جمهوری اسلامی هست متاسفانه از این خلأ استفاده میکنن، میان به بهانه‌های مختلف میخوان کارگران رو ازشون پول بگیرن و در نهایت به اونها هم نمیشه اعتماد کرد. من یه تو بخشی از سخنرانی مجدد میگم اشاره کردم به این بخش های خصوصی، اینها هر روزه داره هم بیشتر میشه و هم اینکه یک زنگ خطری رو برای دولت ایجاد کرده که متاسفانه هیچ قانون دقیقی چون از طرف دولت و حکومت اجرا نشده، به اعتراضاتی هم که از سال گذشته در واقع در جریان بوده هیچ پاسخی داده نشده، اینها اومدن از این خلأ قانونی همچنان دارن سوء استفاده میکنن و به هر صورت به ضرر کارگران هستش. اما در رابطه با بخشای تخصصی تر بیمه، مخصوصا بیمه کارگران، به این بخش نمیتونیم اکتفا بکنیم. من چون بررسی که کردم بحث گسترده‌ای را می‌طلبه که در رابطه با بحث حقوقی بیمه ها هم شاملش هستش که بیمه های مختلفی هم تو این زمینه دارن، یعنی صرف داشتن یک اطلاعات عمومی در این زمینه یک کارگر نمیتونه اقدام بکنه، شکایت بکنه از مرجعی، بخواد معترض بشه. به عنوان مثال از جمله اعتراض به حق بیمه هست، تعیین میزان حق بیمه هستش که بر اساس ماده های 35, 39, 40 و 41 هستش که
باید بهشون رسیدگی بشه. حق بیمه برآوردی هستش، حق بیمه مقطوع هستش، جریمه عدم ارسال حق بیمه هستش. آرزم خدمتون که بیمه در قراردادهای پیمانکاری و خدماتی هستش و اینها باید به صورت تخصصی تر بررسی بشه که یک کارگر بدونه که حالا زمانی که این نقض دوچار این نقض هستش چجوری بخواد اقدام بکنه و بخواد صرفا شکایت بکنه. بنابراین من 6 ماه پیش در رابطه با معلمان سخنرانی داشتم، اشاره کردم که وضعیت و راهکاری که دولت الان داره ارائه میده در واقع با یک نظام فروپاشی همراه هستش، یعنی شکست خورده از هر چیزی که میاد ارائه میده. بنابراین الان در رابطه با بیمه کارگران هم نظرم همین هستش، چون اعتراضات از پارسال رفع که نشده، همچنان ما شاهد اعتراضات مختلفی هستیم از جمله کارگران سنفی، کارگران فصلی، حتی که ما اینو آمار نداشتیم ولی خب توی داخل کمیته هم در رابطه با همین موضوع سخنرانی شده که این کارگران فصلی هم امروزه مطالبات حقشون رو در رابطه با بیمه میکنن که من بخشی تو سخنرانیم اشاره ریزی کردم بهشون. خیلی ممنون که به سخنرانی من گوش دادین و مایک رو در اختیار من قرار دادین. اگر صحبت و سوالی هست من در خدمتتون هستم. تشکر از شما، بسیار عالی بود. ممنون که این سخنرانی رو ایراد کردید با موضوع بیمه و چقدر هم مهم هستش بیمه خدمات درمانی، مخصوصا برای قشر کارگر. خب دوستان عزیز، اگر سوالی دارید در خصوص بیمه، مخصوصا بیمه کارگران، یا اینکه خودتون قبلا بیمه بودید و مشکلاتی داشتین، ممنون میشم که مشارکت کنید. اگر نه که به موضوع بعدیمون بپردازیم. خب دوستان عزیز، گویا سوالی ندارن و مطمئنن مطالب جامع و کامل بوده. خب به سراغ بحث آزاد میریم با موضوع حق امنیت کار در روز جهانی کار و کارگر. خب بیش از یک قرن پیش کارگران با خواست 8 ساعت کار روزانه به جای 14 ساعت و اعلام اعتصاب و برگزاری تظاهرات گسترده به خیابون‌ها اومدن و به خاک و خون کشیده شدن. این خواست که چیزی جز دستیابی به شأن و کرامت انسانی، زندگی بهتر و فراغت بیشتر برای کارگران نبود، طی سالها مقاومت و ایستادگی و با جانفشانی میلیون‌ها کارگر در اعتراض به نابرابری و استثمار به ثمر نشست و سرانجام به رسمیت شناخته شد. خب کارگری نیازمند، یک کارگر نیازمند امنیت شغلی هستش و این موضوع حتی از معیشت هم واجب تره. چرا میگیم معیشت؟ چون این در واقع وقتی امنیت شغلی وجود داشته باشه، معیشت هم به تبعش خواهد بود. زیرا نیرویی که دغدغش اتمام قرارداد و اخراج باشه، در کم و کیف تولید هم اثر میذاره. بنابراین موضوع امنیت شغلی مهمترین مؤلفه و مطالبه این روزهای کارگران کشورمون هست. ماده 7 قانون کار مهمترین ماده قانونی هستش که به قرارداد کار اشاره میکنه. در این ماده اومده که قرارداد کار عبارت از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب اون کارگر در قبال دریافت حق و سعی کاری برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام میده. اما تو ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح میکنه که هر انسانی حق داره کار کنه و کار خودش رو آزادانه انتخاب کنه، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خودش خواستار باشه و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار بگیره.
این ماده شامل 4 بند هستش که به کار برابر، در برابر مزد برابر، دریافت پاداش منصفانه و تشکیل اتحادیه‌های صنفی تأکید می‌کنه. بیشترین قطعنامه ها در مورد نقض حقوق بشر از طرف مجمع عمومی سازمان ملل در 39 سال اخیر دریافت شده که در بند 1 ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر اومده. هر انسانی حق داره که صاحب شغل باشه و آزادانه شغلش رو انتخاب کنه. دولت جمهوری اسلامی ایران بنابر ماده 11-17 قانون مدنی ایران مردان میتونن مانع کار همسرانشون بشن که اشتغالی برخلاف مساله و شؤون خانوادگی دارن و این قانون برخلاف بند 1 ماده 23 قانون بین المللی کار هستش. ضعف قوانین ایران درباره سوء استفاده های جنسی در محل کار، امکان سوء استفاده جنسی از زنان در محل کار رو بالا برده و در مواردی هم که اتفاق میفته اونها از ترس آبروی خود کمتر حاضر به شکایت میشن. تعریف کودک در سامانه حقوق ایران کاملا منطبق با گزاره‌های شرعی هستش که با نظام حقوق بشر تفاوت بنیادی داره. قانون کار ایران گرچه کار برای کودکان زیر 15 سال رو ممنوع کرده، ولی هزاران کودک زیر 15 سال به کارهای سخت مثل ساختمانی و قالی بافی اشتغال دارن. در مورد کارگری که از کار محکوم میشه یا بهایانی که به زور مغازشون رو میبندن، هیچ کدوم از این اقدام‌ها با فلسفه‌ای که قانونگذار مد نظر داشته همخوانی نداره. در بند 2-3 ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر اومده هر انسانی سزاواره تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت کنه. هر کسی که کار میکنه سزاوار دریافت پاداشی منصفانه و مطلوب برای تأمین خیش و خانواده خیش موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز می باشه و در صورت نیاز از پشتیبانی اجتماعی تکمیلی برخوردار بشه. جامعه کارگری کشور امروز به شدت از حیث معیشت و تأمین مایحتاج اصلی خود با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کنه. تبصره 2 ماده 7 قانون کار میگه که دولت بایستی کارهای دائم و غیر دائم رو مشخص کنه، زیرا اثبات شغلی یکی از اولویت‌های اصلی جامعه کارگری کشور هستش. متاسفانه کارگران زحمتکش ما این مرز و بوم از نبود ثبات شغلی در رنج و مشقت هستن. ثبات شغلی لازمه کیفیت بخشی به روند کار، تولید، رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی هستش. همچنین در بند 4 ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می‌کنه که هر شخصی حق داره که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل بده و یا به اتحادیه‌های صنفی بپیونده. اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایجاد تشکل‌ها رو آزاد دونسته، ولی با افزودن جمله نقض نکردن موازین اسلامی عمل این آزادی این تشکل‌ها رو بی اثر ساخته. اون که اعتصاب جزء حق مسلم کارگران هستش، جمهوری اسلامی با خشونت زیاد با اونها برخورد میکنه و اونا رو سرکوب میکنه که متاسفانه در تظاهرات و اعتراض هایی که اخیراً میبینید همه ما شاهد اون هستیم، در مخالفت با اخراج یا درخواست دریافت یا به موقع دریافت دستمزد، افزایش دستمزد و بهبود در شرایط کار رخ میده. فعالان سندیکایی در این مورد اغلب به اتهاماتی مثل اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، اهانت به رهبر و دیگر اتهام‌های مبهم متهم میشن. خب دوستان عزیز، من فقط ماده 23 رو خدمتتون اعلام کردم، در واقع یه کوچولو توضیح دادم. حالا دوست دارم شما دوستان عزیز در مورد امنیت شغلی، به هر صورت تو این گروهی که ما الان هستیم و داریم با هم بحث و گفتگو میکنیم، مسلما همه ما یا کار کردیم یا الان داریم کار میکنیم یا میخوایم کار کنیم. حالا من میخوام از شما دوستان عزیز بپرسم معیار شخصی شما، یعنی به عنوان یک فعال حقوق بشر، کسی که به عنوان فعال حقوق بشر تو این زمینه داره کار میکنه، نظرتون چی هستش در مورد امنیت شغلتون؟ یعنی اگه شما میخوای شغل انتخاب کنی یا توی شغل هستید، چه معیارهایی باعث میشه که اون شغل برای شما امنیت داشته باشه؟
خب دوستان عزیز، آقای افشارزاده و آقای احمدی خواه. دوستان آقای افشارزاده بفرمایید. سلام میکنم خدمت همه همکاران گرامی، خسته نباشید میگم خدمت همه سخنرانان گرامی و شما خانم ایمانی بابت این موضوعی که انتخاب شده برای بحث آزادی. من اول این سوال، جواب این سوالی که شما پرسیدید رو میدم و بعد درباره روز کاری و امنیتش صحبت میکنم. اون جایی که ما کار میکردیم، حالا مثلا سال 89 که به عنوان خبرنگار ما کار میکردیم، اون عنوان شغلی خبرنگار و دو سه سال بعد که شد سردبیر، هیچ وقت برای ما حاشیه امنیت نبود. یعنی در فیش حقوقی که برای ما پرداخت می شد مواردی رو ذکر می کردن به عنوان پاداش، مانند اینکه روز چهارشنبه باید مثلا در مراسم دعا شرکت کنیم، روز جمعه گزارش اختصاصی از نماز جمعه بگیریم و این دوره هایی که ما می گذروندیم در شیراز، اصفهان، تهران، انزلی یا حتی زابل برای نویسندگی، برای فن بیان، زبان بدن، مهندسی معکوس و اجتماعی در گفتار، هیچ وقت اینا مزیت محسوب نمی‌شد و چیزهایی رو به عنوان مزیت انتخاب می‌کردن که خود دولت و حکومت با اونا احساس راحتی می‌کرد و به اونها بیشتر نیاز داشت تا یک مورد تخصصی. شاید اون زمان که ما رو سایت های نقد آنلاین یا نقد روز یا بهار نیوز کار میکردیم، مثلا گزارش اتفاقاتی که مثلا در نماز جمعه میافتاد و سخنانی که گفته میشد همیشه جزو اون اسلاید، 5 تا اسلاید اول سایت بود. ولی گزارشی که مثلا درباره تخریب منازل در اطراف مثلا یادم استادیومی که داشتن میساختن برای شهرداری بوشهر، مثلا این میرفت تو قسمت حوادث، حتی تو صفحه اول هم نبود. و اگه میخواستی اعتراض کنی شغلتو از دست میدادی، تعارف نمیکردن. ما وقتی که درباره امنیت شغلی داریم صحبت میکنیم، یعنی اینکه اون کاری رو که بابتش تلاش کردیم، زحمت کشیدیم تا به دستش بیاریم رو با تمام توان داریم انجامش میدیم و نباید این ترس و دلهوره در ما وجود داشته باشه که بابت کاری که قسم خوردیم که انجامش بدیم به درستی، حالا با ترس و لرز انجام بدیم، نکنه فلان نهاد خوشش نیاد. ما حالا درسته ما تو این چند سال کمتر کسی که این صدای اعتراض کارگران مختلف، چه واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی یا آموزشی یا درمانی رو نشیده باشه، این چند سال شنیدیم. ولی تو قسمت رسانه اگه صدای پخش نمیشه، به خاطر اینکه بی نهایت برخورد قهریه وجود داره، بی نهایت بد و تلخ، و کسی که وارد اون قسمت میشه اگه بعد از یک مدتی نتونه وارد اون جریان بشه، کلن حذف میشه. و به خاطر اینکه اون جایگاه خودشو حفظ کنه، تن به هر خواسته ای رو میده. وقتی که تن به هر خواسته بدی، دیگه اون انسان خودت نیستی، دیگه اون وجدان خودتو نداری. از ابتدای سال دهه 90 همیشه محیط‌های کار در قسمت رسانه محصور بوده و بعد اومدن خصوصی سازیش کردن که اون خصوصی کردن تبعات بسیار وحشتناکی داشت، مثل اخراج‌های بی‌ضابطه، افزایش معوقات مزدی و بعدش تهدید امنیت، امنیت شغلی منظورم، جانین امنیت شغلی، در حالی که همیشه صدا سیما یا سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی همیشه وعده های بسیار خوبی رو میدن برای جامعه آماری ما یا خبرنگاران یا خبرنویسان، ولی باید بدونن که اگر بخوای تن به خواسته حکومت بدی، تبدیل به مزدبگیریشون میشی و میری تو جناح اونا قرار میگیری، اتوماتیک وار برای خود دشمن درست میکنی
و هیچ وقت نمیتونی یک خبرنگاری باشی که واقعیت رو بگی. پس اگه میخوای تو ایران کار بکنی در واحدهای خبری و در حکومت دولتی، اگه امنیت شغلی تو میخوای، حکومت هیچ وقت برات برآورده نمیکنه. زمانی برآورده میکنه که فقط بلنگوی اون افراد باشی، اون نهاد، اون جناح سیاسی. و اگر نباشی هیچ وقت نمیتونی کار کنی. و اینقدر شرایطو برات سخت میکنن که دیگه نتونی تو کشور خودت زندگی کنی و مجبور به مهاجرت میشی. سپاس از شما. تشکر از لطفتون. مرسی. آقای احمدی خواه بفرمایید. درود و مجدد به دوستان. نه دید من امنیت کاری چیزی خلاصه و بگیم دقیقه به نظرم یکیش اینه که شما مشخص بشه کارگر در زمانی که مورد نظرش این کار حفظ بشه باشه، یعنی تضمینی باشه که مثلا من که هزینه هام یه عددیه و هزینه هام باید پوشش بدم، بدونم که اون بازه زمانی حتما این کار هست که برنامه‌ریزی کنم و انگیزه داشته چون کارم رو بهره وریش بره بالا. دوباره نسبتش این که مخارج زندگیمون تامین کنم. بالاخره فردی که یک توانایی داره خودش میدونه چقدر ارزش داره کارش و چقدر بازدهی داره واسه اون سازمان. در مقابل خب یک سهمی از اون بازدهی رو میخواد به عنوان حالا حقوق. یه قسمت دیگه اینه که امنیت بهداشتی سلامت کار داشته شه. یعنی بالاخره خب این تبعات منفی که هر کاری بر بدن و شخص طرف داره و رو سلامت فرد مخصوصا تو دوران پیریش داره محدود شده باشه و تا اونجا که میشه این ضررها کمتر شده باشه و با حالا با پوشش ها و با تجهیزات و ایمنی که میتونن کارفرما تامین کنه. یه قسمتی که دیگه که هستش بخشی از امنیت کار شامل عدم تمایز بین افراد، یعنی حالا اون باورهای شخصی و اعتقاداتی که این فرد حالا اگه یه طرف با دین ما مشکل داره، با مسئله ما مشکل داره، ولی خب در جامعه مشکل ایجاد میکنه، ما اینو لازمش تمایزی قائل نشیم، حقوقش کم بدیم یا در استخدامات اونو حذفش کنیم. یه قسمت دیگه‌اش برمیگره به تفاوت‌های جنسیتی. خب حالا نه چیزی که حتی تو با آمریکا هم تا حدی هست، حقوق کمتری به خانم‌ها بدی یا به این کسایی که اصطلاح میگن دو جنسه یا میگن آقا تراجنسی، حالا هر اصطلاح مختلفی به کار میره، حالا رنگی کمانی ها بگی، اینها اصلا هیچ تأثیری رو دریافتی ها چون موقعیت های شغلیشون نداشته، چون که یه چیز شخصیه و هیچ ضرری نمیشه. به نظرم هر کی هر مدلی که هست تا به بقیه ضرر نرسونه به کسی ارتباطی نداره که بیاد از حقوقش، چون حقوق یه چیزیه که طرف یه تلاشی میکنه و همه باید یه مقدار میزان تلاش مساوی حقوق بگیرن. یه قسمت دیگه ایش که به نظر من وجود داره اینه که افراد سوای هر نوع اعتقاد و تفکر، هر نوع شغلی که دارن، هر نوع کارفرما که دارن، حالا کارفرما دولتی، حکومتی، شخصی، کارفرما خارجی، چون که یک کشور خارجی، یک سفارت ما داشتیم اون خانه بود که توی سفارت کار میکرد، مشکل خورده بودیش که سفارت حمایت نکرد، میگفتن که مسئولیت دیپلماتیک سوای موقعیت شغلی که داره، حالا هر مشکلی که ایجاد میشه این حمایت قانونی یا قضایی بشه. حالا نه میگیم آقا این چون که فلان نهاد داره کار میکنه، نهاد امنیتیه، ما بیایم بگیم آقا حقوقشو نمیدیم سرکوبش کنیم. این به نظر من یکی از بخشای اصلی امنیت شغلی که حالا این چنده که من اومو کنه، البته این همش دید از دیده من. متشکر از وقتی در اختیارم. تشکر آقای احمدی خواه. آقای جعفری بفرمایید. خدمت عزیزان و عرض خدمت سخنرانان شما میشه داد تقریبا دو بخشه. بخش اولش برمی گرده به اینه که قانون تصویر کرده بود یا قانونگذار قانون تصویر درست تصویر نکرده، یا هم این که
این قانون ضمانت اجرایی نداره. چون وقتی که قانونگذار قانون تصویب میکنه حتما باید به یه شکلی ضمانت اجرایی پشتش باشه که به هر حال افراد جامعه بتونن از اون قانون منتفع بشن. حالا من چیزی که شخصا برای خودم مثلا اتفاق افتاد و اینا این بود که ما فرودمون به دانشگاه با رشته بورسیه بودیم. حالا بورسیه که بود به هر حال بورسیه سپاه بود. وارد که شدیم حالا باید دید به اصطلاح خیلی فانتزی نسبت به سپاه بود که فکر میکردیم مثلا چون یه ارگان انقلابی هست و اینا حتما دیگه مسائل حاشیه و اینا توش کمتر هست. ولی متاسفانه وارد که شدیم دیدیم اصلا اون چیزی که ما فکر میکردیم با اون چیزی که داره اتفاق میفته اصلا زمین تا آسمون با هم تفاوت داره. هرچی که بیرون دزدی کمتر میدیدی اونجا قشنگ به راحتی کسایی بودن که به راحتی این کار انجام میدادن. فقط این بحث خودی و بی خودیش حالا یا خودی و ناخودیش که به اصطلاح بود دقیقا به همین شکل و طبق همون صحبتهایی که آقای افشارزاده هم فرمودن این که کلن هر کسی که به این شکل بود که هر کسی که با ما بود نونش تو روغن بود دیگه، هر کسی هم که با ما نبود و غیر خودی بود دیگه هر اتفاقی میخواست براش بیفته بیفته. حالا ما بعد از 15-16 سال کار کردن و زحمت کشیدن تو به اصطلاح حوزه‌های مختلف و اینا بالاخره اینقدر فشار وارد شد که مجبور شدیم بالاخره یه چیز بکنیم، غیبت بکنیم و اینا که منجر به اخراجمون شد. 16 سال اونجاش تقریبا 16 و خورده سال من بیمه از طرف از حقوقم کسر میکردن دیگه، بیمه به اصطلاح نیروهای مسلح. بعد از حالا برگشتم که صورت آزاد میخواستم کار بکنم، خب هر جایی که میخواستیم کار بکنیم متاسفانه به خاطر همین قضیه سنگ پیش بامو مینداختن و نمیذاشتن جایی بامو قرارداد ببندن و این کلن شده بود یه معضلی برای علایه حال. حالا سرتون هم درد میارم، ما نزدیک باز جدای از اون 10 سال نزدیک 11 جدای از اون 16 سال نزدیک 11 سالم بیمه تامین اجتماعی من پرداخت کردم. نهایتش میخواستم رفتم دنبال این که اونجایی که مثلا من کار میکردم خب استان خوزستان بود، ماشهر بود و من با نامنگاری و اینا میخواستم یه جوری مثلا این بیمه نیروهای مسلح رو بیارم تنگ به قولن بیمه چیز که نامه رسمی هم از بیمه تامین اجتماعی گرفته بودم که به اصطلاح اون بیمه را انتقالش بدم. شاید نزدیک به 6-7 ماه طول کشید، حالا تو اوج کرونا هم بود و آخرالامر بعد از این که نزدیک به 6-7 بار من مراجعه میکردم به ماشر برای یه چیز، هر سری بالاخره مثلا 3-4 سال اومده سر کار. ولی به هر حال آخرش من نتونستم، یعنی بعد از 6 ماه تلاش بیوقفه و به اصطلاح شبانه روزی آخرش نتونستم اون بیمه رو منتقلش کنم به بیمه تامین اجتماعی که در واقع شاید من اون بیمه رو اگر که میتونستم سیلش بکنم برای حتی میتونستم خب بیه بازدستگی و اینا هم براش اقدام بکنم. بحث همینه که واقعا اینا اگر که کسی باهاشون باشه، چون بودن دیگه، من همکارای خودم کسایی بودن که به هر حال فقط آقای جعفری متاسفانه صداتون قطع شده، حالا نمیدونم صدا برای من نیست یا برای بقیه دوستانم نیست. میاد صدای من الان؟ بله الان بعد. به هر حال علارغم این که مثلا همکار من 10-15 سال از من سابقه کارش کمتر بود، ولی به صرف این که اون کسی که تو بیمارستان رئیس بود و به اصطلاح کار میکرد و اینا همشهری ایشون بود، به راحتی
همه به اصطلاح جوانب و موارد به نفع شد و به راحتی میتونست ارتقا بگیره، میتونست به اصطلاح اضافه کار بگیره، میتونست همه چی براش امنیت، همه چی براش به هر حال فراهم بود، ولی متاسفانه برای ما فراهم نبود. این که به هر حال این ضمانت اجرایی نیاز دارد، جایی که به اصطلاح قانون وضع میشه، نه قانون درست به اصطلاح وضع میشه و از اون برم نه ضمانت اجرایی برای این قانون هست. این بود که من بعد از تقریبا نزدیک به 26-7 سال کار کردن و زحمت کشیدن هیچ مجبور شدم که ولش بکنم و بیخیالش بشم. ممنونم از اینکه وقت در اختیار من قرار دید. تشکر از شما جناب آقای جعفری. بله، این یه معضل خیلی بزرگی است که در واقع الان در حال حاضر در کشور ما وجود داره و عواقبش هم میبینیم که چه بر سر یه مملکت اومده. در واقع افرادی که شایسته هستن یا واقعا حقشونه در جایگاه خودشون باشن، ولی به دلایل شخصی که حالا رئیس و رؤسا یا دلایل سیاسی یا آزادی بیانی که یک فرد میخواد داشته باشه ولی اجازه بهش نمیدن، باعث میشن که اون فرد از اون موقعیت شغلی تنزل پیدا کنه و اونو پایین میکشن. حالا یا به خاطر چیزی که شما گفتین، حالا اون با اون گروهی که یا با اون حالا سیاستی که در واقع در اون موقعیت هست، مثلا تو آموزش پرورش خیلی این وجود داره که با جناح چپ و راست، که یعنی در واقع تنزل رئیس و رؤسا و نمیدونم حتی معلم ها هم تأثیر میذاره. حالا شما خود در بخش دیگه کار کردین، ولی چیزی که وجود داره الان در حال حاضر و کشور ما رو به نابودی کشونده همین هستش. یعنی یکی از دلیلای اصلی هستش که واقعا اگه میخوای شغل داشته باشی باید هر چی که اونا میگن شما بگی چشم، که خیلی ها زیر بار این نمیرن و متاسفانه شغلشون و موقعیتشون رو از دست میدن، که هرچند بر ضرر اون اداره یا خود کشور هستش. خب با توجه به سخنانی که دوستانمون ایراد کردن و چیزایی که دوستان عزیز گفتن، امنیت شغلی مهمتر از معیشت هستش، که قبلا هم گفتم امنیت شغلی به زبان ساده عبارت هست از احساس راحتی نسبی که کارمند در موقعیت‌های شغلی فعلی خود اونو تجربه می‌کنه. اطمینان خاطر از اینکه شغل همیشه و در هر شرایطی به صورت نامحدود در دسترس کارمند هستش و احساس رضایت ناشی از این اطمینان خاطر بسترهای امنیت شغلی رو مسلماً فراهم میکنه. البته بالعکس، نبود امنیت شغلی میتونه استرزا باشه و روی بهره‌وری کارمند در محل کار تأثیر بذاره. عوامل مهمی بر میزان امنیت کارمند در یک موقعیت شغلی تأثیر میذارن، برخی از اونها قابل کنترل هستن در حالی که برخی دیگه غیر قابل کنترل هستن. وقتی فرد وارد شغلی میشه و بر روی درآمد مالی اون شغل حساب باز میکنه و مطمئناً هزینه های زندگی خودشون نیز از اون طریق به دست میاره، از این رو محکوم امنیت شغلی از نظر مالی و اقتصادی در اولویت بالاتری نسبت به فاکتورهای دیگه قرار داره. چرا که اگه فردی از شغل خودش اخراج بشه، زندگی او کاملا دگرگون و مختل میشه. خب مؤلفه هایی وجود داره که مفهوم امنیت شغلی، یکی جابجایی کمتر در شغل هستش. جابجایی کمتر در شغل بیانگر وجود امنیت شغلی هستش که حاصل اون تخصصی و خبرگی یک کارمند و زمانی که افراد در یک شغل خبرگی و تخصص پیدا کردن، بخشی از امنیت شغلی اونها شکل میگیره. دوم، تمرکز بر شغل توسط افراد هستش، بیانگر وجود ثبات شغلی هستش که این تمرکز از دو شغل شدن افراد جلوگیری و بخشی از امنیت شغل رو شکل میده. سوم، انتخاب شغل مناسب هستش. انتخاب شغل مناسب زمینه ساز بروز و تقویت علاقمندی از کار هستش که با امنیت شغلی رابطه مستقیمی داره، که البته متاسفانه تو کشور ما همچین چیزی شاید بگیم خیلی کم و کم رنگ هستش. یکی هم رضایت در شغل. رضایت در شغل موجب بروز خلاقیت در کار میشه و نهایتاً خلاقیت‌های استحکام بخش امنیت شغلی کارکنان خواهد بود.
قسمت بعدی میتونیم بگیم رضایت اقتصادی. رضایت اقتصادی موجب دلگرمی فرد در کار میشه و احساس برابری در کارکنان شکل میگیره که خود احساس برابری در سازمان نقش موثری در امنیت شغلی ایفا میکنه، که همونطوری که دوستمون خانم ترابی اشاره کردن به وضعیت پرستارا، یعنی در واقع پرستاری ما بر اساس کاری که انجام میدن کار سنگین اما درآمد بسیار پایین، که باعث شده که در ماه چندین نفر از کشور خارج میشن و مهاجرت میکنن. یکی از دلایلش همین رضایت اقتصادی هستش. عاطفی بودن محیط کار از جمله مؤلفه‌های امنیت شغلی، عاطفی بودن محیط کار هستش که به ساختن روان سالم انسان‌ها کمک می‌کنه و زمانی که انسانی از طریق کار شخصیت و روان خودشو تکامل ببخشه، امنیت شغلی اونو تأمین می‌کنه، که همینطور آقای افشارزاده اشاره کردن، وقتی که یه نفر میره سراغ، یعنی در واقع به اون کار علاقه داره و بر اساس اون حالا خبرنگاری یا هر نوع شغلی که میخواد انجام بده، ولی بر اساس اون در واقع ساختار سیستماتیکی که در کشور برپایه حالا دیکتاتور هستش یا بر اساس اون سیاستی که وجود داره، در واقع بایستی از اون علاقه مندید، از اون چیزی که وجودش در تو هستش کنار بکشی و بر اساس چیزی که اونا میخوان صحبت کنی، در واقع نظرتو تغییر بدی. متاسفانه یکی هم احساس آرامش. احساس آرامش در کار منجر به رهایی از فشار شغلی میشه و در نتیجه بخشی از امنیت شغلی کارکنان که از طریق فشارهای شغلی تهدید میشن تامین میشه. همینطوری که دوستمون آقای جعفری هم اشاره کردن، واقعا اگر احساس آرامش در یک شغلی داشته باشی، احساس امنیت داشته باشی، احساس اینکه این شغل متعلق به توست، این شغل چیزی هستش که نیازهای من نوعی بر اساس تحصیلاتم، بر اساس اون چیزی که خودم خواستم در واقع دارم انجام میدم، نه بر اساس اینکه کارفرمای من میخواد یا سیستم دولت میخواد یا برپایه عقیدتی باشه، سیاسی باشه، به این شکل نباشه، این باعث در واقع اون شغل باعث رشد و آرامش انسان میشه. یکی هم وابسته شدن فرد به سازمان هستش. یعنی وابسته شدن فرد به سازمان بیانگر وجود امنیت شغلی هستش که حاصل اون تعهد سازمانی هست. زمانی که کارکنان یک سازمان از سازمان خود دفاع میکنن، به طور مستقیم و غیر مستقیم اعتبار سازمان رو تقویت میکنن، که در سایه اون امنیت شغلی افراد تامین میشه. همه اینا، یعنی در واقع وابسته شدن فرد به یه سازمان، هم همین برمیگرده به اینکه اون چیزی که در واقع خود انسان خود خودش باشه، نه اینکه اون چیزی که بر اساس حالا دولت میخواد به اون آدم تحمیل کنه و اون چیزی میخوان که اونو حرف اونها رو بگه، در واقع اگه اینجور باشه خب اون روش نمی کنه و کاملا به ضرر اون جامعه هستش، که ما نمونش رو در کشور خودمون میبینیم. ولی اگر بر اساس این باشه که اون شخص بر پایه استعدادهاش روش کنه، چیزی که ما در کشورهای اروپایی میبینیم یا حتی خود جوانای ما که میان اینجا چقدر روش میکنن، چه از نظر تحصیلی، چه از نظر شغلی و به چه جایگاه‌هایی میرسن، دلیلش بر این هستش که آزاد هستن و همین آزاد و آرامش باعث میشه که اینها روش کنن و به نفع جامعه و کشور باشن. خب دوستان عزیز، یه تامین اجتماعی، رفاه و امنیت اجتماعی یعنی اعمال هر گونه تبعیض ناروا به ویژه در دسترسی شهروندان به خدمات عمومی نظیر خدمات بهداشتی و فرصت‌های شغل و آموزشی ممنوع هستش. دولت باید از هر گونه تصمیم و اقدامی که منجر به ایجاد فاصله طبقاتی و تبعیض ناروا و محکومیت از حقوق شهروندان هستش خودداری کنه. این ماده 22 هستش که در واقع ماده 22 و 23 به نوعی به هم مربوط هستن. تأمین اجتماعی، تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی و سیاسی دولت محسوب میشه در قانون اساسی جمهوری اسلامی، علاوه بر این که به اصل برابری مردم در برابر قانون تصریح شده، در اصول دیگر مثل
اصل 19, 15, 12 و 20 حقوق ذاتی اقشار مختلف جامعه و اقوام گوناگون به رسمیت شناخته شده، رفاه و امنیت از مهمترین نیازهایی است که هر دولت فارغ از ساختار و رویکردها موظف به تامین اونهاست. برخورداری مردم از معیشت مناسب و امکانات رفاهی به نحوی که ابعاد ساختار زندگی اونها شرافتمندانه باشه از جمله حقوقی هستش که مردم از حاکمان انتظار دارن. امنیت نیز مقوله چند بعدی هستش که در سطوح سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی دامنه‌دار و گسترده هستش. امنیت اجتماعی یکی از مهمترین ابعاد امنیت هستش که اگر مخدوش بشه همه بخش‌های زندگی رو دچار رکود می‌کنه و به شدت تحت تأثیر قرار میده. رشد و تعالی جامعه، شکوفایی استعدادها، بالندگی زندگی سیاسی و گستردگی مشارکت مردم در سرنوشت خود مستلزم تأمین امنیت اجتماعی و شغلی هستش. اگر این امور یعنی رفاه، امنیت و حقوق شهروندی در هر جامعه مورد توجه قرار بگیره و به دغدغه اصلی دولت و مردم تبدیل بشه، به طور مسلم زمینه‌های رشد و پیشرفت اون جامعه فراهم میشه. زندگی در محیط سرشار از صلح و آرامش و از حقوق مسلمه شهروند هستش. بنابراین وظیفه دولت تلاش برای ایجاد محیطی آرام و به دور از نزاع و تعارض و تنش هستش. خب دوستان عزیز، اگر احیانا سوالی دارید یا مطلبی دارید، مخصوصا در مورد مشکلات معیشتی کارگران، راهی به نظرتون میاد که راهی باشه، راه برون رفت از مشکلات معیشتی کارگران باشه، ممنون میشم که بگید. اگر نه که خب دوست عزیزمون آقای شیر محمدی و خانم ترابی. آقای شیر محمدی بفرمایید. خیلی ممنون که مجددا مایک رو به من دادید. من در رابطه با بحث آزاد یه چند نکته حائز اهمیت هستش که بخوام اشاره بکنم. این بحث امنیت شغلی از نظر شخصی البته یه بحث خیلی گسترده‌ایه، یعنی بحث‌های مختلفی رو می‌طلبه که آدم تو این زمینه انجام بده، حالا چه به صورت عمومی چه به صورت تخصصی. اما ببینید بحث امنیت شغلی، اکثریت ماهایی که اینجا هستیم بخش بزرگی از در واقع شکل گرفتن شخصیت خودمون و تجربیات خصوصی خودمون داخل ایران بوده و اگر شما با یک نگاه ساده به گزارش آماری که از طرف همین کمیته کار و کارگر رسیدگی میشه و انتشار داده میشه بررسی بکنید، در واقع به یک آمار فاجعه بار و غم انگیزی دست پیدا خواهیم کرد. ببینید شما تو بحث امنیت شغلی اگر در یک شرکت خصوصی داری کار میکنی، اگر اون شرکت ورشکست نشه، اگر نیام پس فردا به شما انگ حالا جاسوسی یا روابط با شبکه‌های اجتماعی با بیگانه نزنن، اگر روابط و ضوابط قوی نداشته باشی، یا تو جای دولتی اگر کار میکنی پارتی بازی نشه، تیم بازی نشه، افرادی که مسئولینی که توی جای دولتی کار میکنن اقوام، فامیلا، پسراشون و دختران خودشون نخوان بیارن سر کار، اگر به عنوان مثال شما خانم باشی داری توی محیطی کار میکنی، اگر به موی سر شما گیر ندن، به طرز پوشش لباس شما گیر ندن توی جای دولتی، اگه جای خصوصی باشی حتما باید مراقب باشی که یه موقع پیشنهاده عجیب غریب نشنوی، اگر یک در واقع مرد سال خورده‌ای باشی که هم دارید بیمه بازنشستگی میگیری یک جای دیگه کار میکنی، بهت کار بدن، بهت توهین نکنن، شخصیتتو خور نکنن، بعد میتونی دووم بیاری. ولی هیچ کدوم اینها اصلا رعایت که هیچی، اصلا به یک فروپاشی نزدیکه و فروپاشی اخلاقی هم که باید بذاریم روش. در واقع اگه تمام این سیستما درست کار بکنه، ما میتونیم بگیم امنیت در رابطه با امنیت شغلی توی یکی از این حوزه ها بشینیم سرش بحث بکنیم. اما تو هر حوزه ای رو که شما نگاه میکنین کمبود و کاستی هایی هستش. شما از بیمه بگیر، از اعتراضات کارگرها، از نبود امنیت
بعضاً جانی هم شما در نظر بگیر تا برسیم به امنیت شغلی و اینکه شما علاقه داشته باشید در اون حرف و فنت کار بکنی. فردی که به عنوان مثال علوم اجتماعی خونده، چه کاری الان براش هست؟ اگر الان شما اشاره کردین یه جایی به کارگران دو شغله، بنده یه جایی اشاره کردم به کارگران اصلا سه شغله که توی شرکت خصوصی کار بکنه، بعدش بعد از ظهر بره اسنپ کار بکنه، شب هم بره در واقع نگهبان وایسه. خب این چه امنیت شغلیه؟ و یه فردی که حالا توی حوزه علوم انسانی تحصیل کرده، بعضن چه امنیت شغلی براش وجود داره که بخواد بیاد کارهای تحقیقاتی بکنه؟ یه نفری که الان دکترای علوم اجتماعی گرفته، خب کار باید براش باشه، مجبور نشه که بره وایس کارهای دیگه انجام بده که تازه میگم دو سه شغله باشه. اگه همه اینا جمع بشه ما میتونیم به امنیت شغلی دست پیدا بکنیم، ولی شما هر حوزه رو نگاه میکنی متاسفانه یه جای کار میلنگه و بحث اصلی هم بحث معیشت هستش که متاسفانه هر روز که شما باز هم به اخبار آمار نگاه بکنید، چه داخلی چه خارجی، با توجه به این آمار و گزارش‌های مخارج می‌بینید که اصلا افراد دیگه نای ادامه دادن ندارن. خیلی ممنون که ماکت در اختیار من هست. دقیقا حرف شما کاملا متین و صحیح استش. متاسفانه خب کشور ما کلن سیستمش ایراد داره و خیلی باید از در واقع از پایه درست بشه تو هر زمینه که بتونیم بگیم یک نفر که میره داره شغل هستش امنیت داره. خب دوست عزیزمون خانم ترابی بفهم. با سلام مجدد خدمت شما، من هم دقیقا نظر دوستان عزیز رو تایید میکنم. یکی از دلایلی که امنیت شغلی توی ایران وجود نداره این هستش که به فرض یه دفعه یه سیستم مدیریتی عوض میشه، از بالا همه چیز به هم میرزه تا پایین. یعنی اینکه یک نفر جدید که میاد، از مدیران که عوض میشه جدید میاد، کل اون زیر دستا عوض میشن، تمام دوستان و آشنایانش رو میاره توی سیستم، قدیمی ها همه حذف میشن، اخراج میشن، یا اینکه مثلا مجبورشون میکنن بازخرید بشن خودشون و کنار بکشن. و این امنیت شغلی برای مردم نیست. یکی دیگه در مورد این که حالا من خودم پرستار بودم، توی زمینه کاری خودم میخوام توضیح بدم. به فرض من توی دیالیز کار میکردم و حالت پیمانکاری بود و پیمانکار ما اصلا در زمینه پزشکی پرستاری هیچ تخصصی نداشت. اون آقا در زمینه حالا وکالت درس خونده بود یا کار دیگه مدیریتی بود. بعد ایشون تعداد خیلی کمی پرستار رو استخدام کرده بود با تعداد زیادی مریض. خب وقتی که من به فرض استاندارد کار پرستاری این هستش که تو دیالیز هر پرستار 3 مریض داشته باشه، 3 مریض رو دیالیز کنه، چون واقعا شغل حساسیه، وقتی که قرار باشه که مثلا تعداد پرسنل کم باشن، خب به من 5 مریض میفته، به اون یکی 5 مریض میفته. بنابراین اینجا دقت کار پایین میاد، اینجا من دارم با جون مریض بازی میکنم. و این اتفاق افتاد که سرپرستار ما وقتی که نیرو کم بود اومد سروم یه مریض رو باز گذاشت، مریض حالش بد شده بود، نیاز به سروم داشت، سروم مریض رو باز گذاشت، رفت سراغ مریض بعدی که اونو به دستگاه دیالیز وصلش کنه و فراموش کرد که این سروم رو ببنده. پس سروم انقدر رفت تا به هوا رسید و این هوا وارد خون مریض شد و مریض مرد. خب این اتفاقات دائم داره میفته. این خطاها به خاطر این هستش که پیمانکار نمیخواد پول بده، نمیخواد خرج کنه و جون مریض رو به خطر میندازه. خب اون بنده خدا پرستارم تقصیری نداشت، فشار کار روش زیاد بود. خب اونم محاکمه شد، اونم درگیر شد. این اتفاقا دائم داره توی ایران میفته. اینا امنیت شغلی ندارن. من پرستار امنیت شغلی ندارم. وقتی که انقدر گرونی هست توی ایران، خب با یه دونه شغل من نمیتونم به جایی برسونم. فوقش بتونم اجاره خونه رو بدم. خب برای خوردنم چیکار کنم؟ برای مدرسه بچه‌ام چیکار کنم؟ برای نمیدونم کلاس زبان چیکار کنم؟ خب بچه میخواد به روز باشه، میخواد که مثلا کامپیوتر داشته باشه به فرض. خب حقشه
دنیا داره به این سمت پیش میره، باید زبان انگلیسی رو بدونه، باید کلاس بره. اگه ما بخوایم به فرض بگیم که نه، همونی که تو مدرسه است، خب خودم توی مدرسه 12 سال دبیرستان درس خوندم، 4 سال دانشگاه درس خوندم، ولی زبان انگلیسی بلد نیستم. ولی وقتی که بچه خودم را 6 سالگی فرستادم کلاس زبان، خب بچه من الان توی مثلا سن 12 سالگی قشنگ بلد بود زبان انگلیسی کامل صحبت کنه. بنابراین من مادر یا پدر باید سرمایه گذاری کنیم روی بچه‌مون. بنابراین این فشار روی خودمون میاد. بنابراین باید 2 جا کار کنم یا 3 جا کار کنم، از خودم دارم میزنم، از توانایی خودم باید سرمایه بذارم تا بتونم مثلا به یه جایی برسم. ولی متاسفانه بازم به جایی نرسیدیم و این سیستم همچنان معیوبه، یه سیکل معیوبیه که همینجوری ادامه داره و متاسفانه همه پرستارا دارن از ایران خارج میشن یا اینکه به کار دیگه روی میارن. حالا نه تنها پرستاری، کارگران دیگه تو حرفه های دیگه به همین شکل هستن، اصلا نه حقوق ثابت دارن، عقب مونده هایی دارن. همش ما میگیم معوقات مزدی. این همه اعتصاب ها 2 سال 3 سال تو بیمارستان امام خمینی کرج به پرستارا حقوق ندادن، 2 سال 3 سال بهشون حقوق ندادن. مریض میومد بهشون حقوق نمیدادن، مریض بود ولی دکترها حقوق نمیدادن، اصلا معلوم نبود اینجا چه سیستمی حکم فرما بود. ممنون که مایک رو من دادیم، به من گوش دادید. مرسی خانم ترابی عزیز، تشکر از شما. یه چیزی که شما بهش اشاره کردید، این مسئولیت پدر و مادرها در جامعه ما در قبال فرزنداشون، که در واقع سیستم آموزشی ما در واقع ضعف داره. چرا سیستم آموزشی نباید واقعا بچه‌ای که تالنت داره و خیلی باهوش هستش، یعنی به راحتی میتونه چند زبان رو یاد بگیره، چرا این چه ایرادی وجود داره در آموزش و پرورش ما که بچه‌ها نمیتونن حتی از سیستم آموزش از اول ابتدایی تا سال آخر دبیرستان حتی تا پایان دانشگاه یک زبان رو یاد بگیرن، یعنی زبان انگلیسی به صورت محاوره. این در واقع ضعف کامل آموزش پرورش هستش و مجبور میشه پدر و مادر در واقع این مسئولیت رو هم بردوش در واقع پدر و مادرها میندازه، که دوست عزیزمونم حتی اشاره کردن به سوء تغذیه‌ای که در فکر کنم مال سخنران دوم بود، که سوء تغذیه هم حتی بر میگرده به خود آموزش پرورش. یعنی در واقع آموزش پرورش باید چه در مدارس دخترانه و چه در مدارس پسرانه در واقع تغذیه، کمک تغذیه بده به دانش آموزا، که متاسفانه از این روند هم در واقع استفاده نمی کنه و ما میبینیم این سیستم مریض در واقع به هر شکلی داره آسیب میزنه، چه به بچه های ما چه به خود ما. خب دوستان عزیز، در پایان یک مطلب کوچیک رو میگم خدمتتون و وقتتون رو نمیگیرم، آخر هفته هست، امیدوارم خوش بگذره بهتون، برای همین سعی میکنم جمع کنم مطلب رو. امنیت شغلی به این معنی هست که شما اطمینان دارید در آینده دور یا نزدیک فارغ از دخالت عوامل بیرونی شغل خود رو همچنان خواهید داشت. این عبارت همچنین یعنی کارفرمای شما از عملکردتان راضی است و قصد پایان همکاری با شما را ندارد. خب دوستان عزیز، با تشکر از همراهی خوبی که با ما داشتید، در پایان جلسه با تشکر از همه سخنرانان و همکاران، مسئول جلسه بانو منوش ایمانی چگنی، منشی جلسه محمد حسام فانی، ضبط و صدا و تدوین احسان احمدی خواه، ادمین ها محمد حسام فانی، داوود واحدی پور، صادق فرخی قصر آسمی و همه دوستانی که ما رو در این جلسه همراهی کردند. در ساعت 18:15 ختم جلسه رو